سلام دوستان گرامی، وقتتون بخیر باشه. بنده مهربان هستم. میخوایم کنکور سال 99 رو بچه‌ها سوالای زیست‌شناسیش رو بررسی کنیم و تجزیه تحلیل کنیم. این سوالات رو بچه‌ها تجزیه تحلیلش رو خیلی دقیق گوش بدید، به این خاطر که تجربه نشون داده سوالات کنکور بعضن شبیهش تکرار میشه در سالهای آینده و تجزیه تحلیل سوالای کنکور مهمترین بخش یک برنامه در از برنامه یک کنکوری هستش. بریم سراغ سوال 156 کنکور سال 99. کدام عبارت فقط درباره بعضی از بیمهرگانی صادق است که نوعی نفریدی دارند؟ بچه ها دقت کنید، به عبارت فقط درباره بعضی از بیمهرگان باید صادق باشه که نوعی نفریدی دارن. کدوم بیمهرگان رو میگه که نوعی نفریدی دارن؟ بچه‌ها نفریدی رو شما فقط راجع به پلاناریا خوندید و کرم خاکی، درسته؟ پس بنابراین میشه پلاناریا و کرم خاکی. اوکی، دقت کنید دوستان، و البته راجع به سرپایان هم شما برای بحث متانفریدی مطلب خوندید. نکته ای که خیلی مهمه، سوال راجع به بعضی از اینا میخواد شما بهش جواب بدید. خب، گزینه یک، به کمک یاخته یا بخشی از آن اثر محرک رو دریافت میکنند که این راجع به همه این بیمهرگان صادق است. به منظور تنظیم فشار اسموزی بدن خودشون از چی استفاده میکنند؟ کلیچه انقباضی. بچه ها کلیچه های انقباضی مربوط به پارامسی بود که اصلا جانور نیست، نوعی آغازیه. ساختاری جهت بستن منافذ موجود در ابتدای لوله های منشعب و مرتبط تنفسی دارن. این لوله های منشعب و مرتبط تنفسی مربوط به کی میشن؟ مربوط به حشرات و نایدیس ها رو داره میگه، درسته؟ چی داره میگه بچه ها؟ نایدیس. خب، اما گزینه آخر، یاخته های حفره گوارشی آنها ذره های مواد غذایی رو از طریق فاگوسیتوز دریافت میکنن. بله، راجع به حفره یا کیسه گوارشی پلاناریا صحبت میکنه و فاگوسیتوز ذره های مواد غذایی که توسط بعضی از یاخته های اون حفره گوارشی صورت میگیره. هیدرم همین حفره گوارشی رو داره، منتها داخل بدن هید به صورت منشعب نیست. بریم سراغ سوال 157. کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ در گیاهان تنظیم کننده رشدی که به واسطه عامل چیرگی رأسی در جوانه های جانبی تولید و افزایش میابد فلان میشود یا شود. بچه ها عامل چیرگی رأسی چیه؟ عامل چیرگی رأسی اکسین بود، درسته؟ خب این اکسین افزایشش باعث چی تو جوانه های جانبی میشه؟ اتیلن. پس اصولا سوال راجع به اتیلنه و اون چیزی که اینجا مطرح میکنه چیه؟ اکسینه. پس سوال کلن راجع به چیه؟ اتیلن. وقتی سوال رو خوب بخونیم میتونیم خیلی راحت بهش جواب بدیم. خب، اتیلن نمیتواند باعث تأخیر در پیر شدن اندام های هوایی گیاه بشه؟ بله، این وظیفه سیتوکینینه. اتیلن نمیتونه باعث تأخیر در پیر شدن اندام‌های هوایی بشه. بریم گزینه دو رو هم نگاه کنیم. آیا اتیلن میتونه سبب ایجاد ساقه از یافته‌های تمایز یافته بشه؟ نه، این وظیفه اتیلن نیست، این کار سیتوکینینه. اتیلن نمیتونه باعث تحریک تولید آنزیم‌های تجزیه کننده دیواره یافته‌ها بشه. چرا بچه ها؟ اتیلن یکی از وظیفه‌هاش همین تحریک تولید این آنزیم‌های تجزیه کننده است. پس نمیتواند، غلطه. اتیلن میتواند در شرایط نامساعد سبب کارش عمل تعرق و مانع رویش دانه بشود. اتیلن نمیتواند. چرا؟ چون این وظیفه آبسیزیک اسید هست. پس گزینه یک صحیحه. ببینید بچه‌ها، خوندن صحیح سوال چقدر میتونه به شما کمک کنه برای حل کردن و دقت روی سوال. خیلی رو زمان زوم نکنید، اینکه مثلا هر تستی 36 ثانیه، چرا هر تستی مثلا 50 ثانیه وقت دارید شما. اصلا روی این فکر نکنید، شما روی دقتتون روی سوالات فکر کنید. حالا یه سری توصیه ها رو همجور بینابین سوالات من براتون میگم که شما اینها رو مد نظر قرار بدید. سوال 158،
کدام مورد در ارتباط با هورمون‌های FSH و LH در یک دختر بالغ همواره درسته؟ هورمون FSH LH در یک دختر بالغ همواره همیشه این گزینه درستی هست. اوکی، گزینه یک، باعث تکمیل مراحل تخمک زایی میشن. بچه چی باعث تکمیل مراحل تخمک زایی میشه؟ شروع فرایند لقاح، یعنی اتصال قشای اسپرم با قشای اووسیت ثانویه. پس این گزینه اشتباه است. با سازوکار بازخورد منفی یا فیدبک منفی کنترل میشن. همیشه FSH LH با فیدبک منفی کنترل میشن. خیر، در وسط دوره جنسی با فیدبک مثبت کنترل میشن که باعث تخمک گذاری میشه. در ضمن دوستان، عبارت تخمک زایی رو با تخمک گذاری اشتباه نگیرید. تخمک زایی اون فرایندیه که باعث تولید اووسیت ثانویه و سپس در نهایت اگه لقاح اتفاق بیفته تخمک لقاح یافته میشه. فرایند تخمک گذاری یعنی خروج اووسیت ثانویه، اولین جسم قطبی و تعدادی از اون یاخته های تغذیه کننده فولیکول به درون فضای شکم به بیرون از تخمدان که بعد میره داخل رحم. اونو میگن تخمک گذاری. خب بازیاد شدن، پس اینم غلط، بازیاد شدن ضخامت اندومتر افزایش میابند. نخیر، هورمون های FSH و LH این اتفاق براشون نمیفته بچه ها، در از کاهش پیدا میکنن و تحت تاثیر دو نوع هورمون مترشحه از مغز پس تنظیم میشن. کدوم دو نوع هورمون مترشحه؟ این هورمون های آزاد کننده و مهار کننده که البته به نظر بنده باید طراحی مقداری تو سوالش تغییر میداد، چون حالا یه مقداری سوال مشکل داره، این آزاد مهار کننده نیست، ولی به هر حال سوالیه که تو کنکور 99 مطرح شد و این بهترین گزینه‌ای که میشه در این تست جواب باشه. بنابراین اینو می‌نویسیم آزاد کننده و مهار کننده، گزینه 4. سوال 159. در خانواده‌ای که والدین هر دو سالمند، دقت کنید بچه‌ها، تست ژنتیکه، باید هم والدین رو بدونین هم بچه‌ها رو بدونین. ژنوتیپ والدین و بچه‌ها رو، گاهی وقتا بچه‌ها رو میدن شما والدین رو ازش استخراج میکنین، گاهی وقتا والدین رو میدن شما بچه‌ها رو استخراج میکنین، و بعضی وقتا خود بیماری‌ها و صفات داخل کتاب رو به شما میدن که وقتی که بیماری داخل کتابو دادن شما دیگه میدونید مثلا هموفیلی رو بهتون میدن و فنیلکتونوری رو، که هموفیلی وابسته به جنس مطلوبه، فنیلکتونوری اتوزومه مغلوبه. و اما اگر بیماری خارج، مثلا دازی شکلم اتوزوم مغلوبه، اما اگر بیماری دادن که خارج از کتاب، قطعا خود صورت سوال باید نحوه تورس این بیماری رو توضیح بده، بگه آقا وابسته به جنس یا مستقل از جنس و غالب یا مغلوب، یعنی بارزه یا نهفته. در خانواده که والدینشون هر دو سالمند، آقا والدین هر دو سالمند دیگه، اصراری دارین والدین بیمار باشن، والدین هر دو سالمن، یه دختر خانومی به دنیا اومده فاقد آنزیم تجزیه کننده فنیل آلانین، دقت کنین بچه، یعنی بیماری فنیل کتونوری داره با گروه خونی B، ولی دختر خانوم سالمه به لحاظ هموفیلیا، و پسری فاقد عامل انعقادی شماره 8 یعنی هموفیله با گروه خونی A متولد شده با فرض یکسان بودن گروه خونی والدین. بچه گروه خونی والدین اگه بخواد یکسان باشه و ما یه دختر خانمی داشته باشیم B باشه، آقا پسری A باشه، گروه خونی والدین بعد چی باشه؟ والدین بعد گروه خونیشون چی باشن؟ اینجوری باشه، والدین باید گروه خونیشون AB یکسان باشه دیگه، و AB این گروه خونی والدین. حالا ما اینجا مثلا این آقا، این هم خانم که با هم ازدواج میکنن. حالا تولد کدام فرزند در این خانواده ممکنه؟ خب این خانواده پسری درش به دنیا آمده است، درسته؟ که این پسر فنیلکتونوری نیست، یعنی حالا این آقا پسر یا اف بزرگ اف بزرگه، درسته؟ یا اف بزرگ اف کوچیکه، درست؟ و اما ایشون ایکس اچ کوچیک ایگرگ هست. چرا؟ چون که ایشون هموفیله. خب دختر خانم چی؟ اون دختر خانمی که به دنیا آمده اف کوچیک اف کوچیک قطعا، درست شد؟ و
ایشون هموفیل نیست. یعنی چی؟ یعنی که بچه ها یا ایکس اچ بزرگ اچ کوچیکه یا ایکس اچ کوچیک اچ بزرگ اچ بزرگه. خب دقت کنید وقتی یه آقا پسری ایکس اچ بزرگ اچ کوچیک ایگرک هست یعنی هموفیله، یعنی این علیل ایکس اچ کوچیکش رو از مادرش دریافت کرده بچه ها. پس مادر این خانواده قطعاً اچ کوچیک رو داره چون سالمه، پس بنابراین اون یکی ایکسش اچ بزرگه. خیلی ساده. و چون دختر خانوم سالم هست بچه ها دقت داشته باشین، چون دختر خانوم سالمه، حالا آقا پسر که ایگرگش رو از پدرش گرفته درسته؟ خب حالا این مرد وقتی سالمه طبیعتاً چیه؟ ایکس اچ بزرگه دیگه، چون هر دو نوشته سالمه. حالا فنیلکتونوری چطور؟ این دختر خانم اف کوچیک اف کوچیکه، پس بالاخره یه دونه اف کوچیکو از هر کدوم از والدینش دریافت کرده. بنابراین والدین قطعاً چون سالمن هر کدومشون اف بزرگ اف کوچیک اف بزرگ اف کوچیک. حالا ژنوتیپ والدین چی شد؟ استخراج شد. این ژنوتیپ والدین، این هم ژنوتیپ فرزندان، فرزندانی که الان به دنیا اومدن ها، فرزندان بعدی دیگه احتمالاته. خب حالا بچه‌ها میگه کدوم فرزند تولدش در این خانواده ممکنه؟ بچه‌ها چون درسته که طول میکشه حل کردن این سوال اینجا برای شما و من دارم توضیح اضافه میدم، ولی شما با یه نگاه الان گزینه یک و سه رو رد میکنید. چرا؟ به این خاطر که والدین که گروه خونیشون هر کدوم آب باشه که نمیتونن فرزند گروه خونی او بدن، درسته؟ پس یک و سه حذف میشه. خب دو چهار میمونه. اول بریم چهار رو رد کنیم چون گزینه دو جوابه. دختری با گروه خونی آب و فاقد عامل انعقادی شماره 8. بچه های گرامی وقتی پدر به لحاظ هموفیلی سالمه، پدر سالم هیچ وقت نمیتونه دختر بیمار به لحاظ هموفیلی داشته باشه. بیماری مثل بیماری هموفیلی که وابسته به جنس مغلوبه، در این نوع بیماری ها اگر پدر سالم باشه همیشه علل سالمش رو بالاخره به دختراش میده دیگه. خب یه دونه علل سالم برای دختر خانم کافیه تا این دختر خانم بیمار نشود. میتونه سالم باشه بسته که مادرش داره سالم کامل، یا میتونه سالم کامل بگیم سالم سالم، میتونه ناقل باشه بسته که مادرش داره. ولی حواستون باشه هیچ وقت یک پدر سالم به لحاظ هموفیلی ازش یک دختر بیمار به لحاظ هموفیلی به دنیا نمیاد و به وجود نمیاد. بنابراین گزینه 4 هم گزینه غلطیه به خاطر این فاقد عامل انعقادی شماره 8 که دختر خانم هموفیل میشه. بنابراین گزینه 2 جواب صحیح ما هست. خیلی ساده. 160 بریم 160 بچه. چند مورد در ارتباط به طریقه عمل سیانید بر یاخته جانوری صحیحه؟ خب خیلی سوال سادهیه بچه. عمل سیانید یادتون میاد؟ اون انتقال الکترون رو از اون جزء آخر به اکسیژن مهار میکنه و یون اکسید تولید نمیشه، درسته؟ بنابراین اگه نگاه به گزینه‌ها بندازیم، بنابراین مانع تشکیل آب در بخش داخلی راکیزه میشه. بله چون در بخش داخلی راکیزه آب تولید میشه، ATP تولید میشه، درسته؟ پس بنابراین این گزینه میتونه گزینه صحیحی باشه. بله اما گزینه‌های دیگه. الف، ابتدا بر تجزیه NADH تاثیر میذاره. خیر مثلا کلا میره به کجا تاثیر میذاره؟ اول اون جزء آخر که میخواد الکترون رو بده به اکسیژن، پس این غلط. آنزیم ATP ساز موجود در قشای خارجی راکیزه. بچه آنزیم ATP ساز در قشای خارجی راکیزه است؟ خیر، آنزیم ATP ساز در قشای داخلی راکیزه است، پس این هم غلط. و از پمپ شدن پروتون ها به فضای داخلی راکیزه ممانعت به عمل میاره. بچه ها پروتون ها به فضای بین دو قشا در میتوکندری پمپ میشن، نه به فضای داخلی راکیزه. بنابراین این هم گزینه غلطی هست. یک گزینه درسته گزینه به، پس گزینه صحیح گزینه
یک هست. تو این چند تایی دوستان دقت کنید، یه گاهی وقتا طرح دیگه شیطونی میکنه، مثلا یک میزنه چهار، دو، سه، سه، دو، چهار، یک، شما درست جواب دادید اما گزینه نهایی رو اشتباه انشالله که نمیزنید، درست میزنید. سوال 161، کدام عبارت در ارتباط با انسان صحیح است؟ در ارتباط با انسان، بچه ها این چقدر کلی گفته؟ انسان یعنی چی؟ انسان بالغ باشه، نابالغ باشه، مرد باشه، زن باشه، سالم باشه، بیمار باشه، انسان. در ارتباط با انسان کدام مورد صحیح است؟ آیا در همه افراد بروز یک ویژگی خاص همواره ناشی از حضور دو علل است؟ همواره؟ نه خیلی، مثلا یه فردی رو فرض کنیم که مثلا بحث یه بیماری خاص یا یک صفت خاصه که وابسته به جنسه، وابسته به ایکسه و اصلا علل متناظر روی گریگ نداره، پس بنابراین الزاماً ناشی از حضور دو علل نیست. اثر دو علل مربوط به دو کروموزوم غیر جنسی میتواند همراه با هم ظاهر شود؟ بله بله بچه ها، اثر دو علل مربوط به دو کروموزوم غیر جنسی میتونه همراه با هم ظاهر شه، مثل اثر مثلا علل های آ و ب که اینا هم توانن میتونن با هم ظاهر شن، گروه خونی فرد بشه مثلا آ ب. چه گزینه جالبی بود، گزینه کلی بود، پس این گزینه درسته. خب بریم 3 و 4، البته من میدونم ولی شما 3 و 4 هم باید بررسی کنید. دو نوع کربوهیدرات، آ این آ ب منظورشه، با حضور دو نوع علل موجود در غشاء گوشه‌های قرمز تولید میشه. اولا که بچه‌ها این دو نوع علل موجود در غشای گوشه‌های قرمز نیست، بعد اون دو نوع علل اگه رو کروموزوم هم هست مربوط به تولید کربوهیدرات نیست، چون میدونید فقط و فقط پروتئین ها، بهتر بگیم پلی‌پپتید ها هستند که روی کروموزوم و دی ان ای دارای رمز و ژنند، یه کربوهیدرات و لیپید رمز نداره، بنابراین گزینه 3 گزینه اشتباهی هست. وجود پروتئین دی بر غشای گلبولای قرمز به طور حتم وابسته به حضور دو علل یکسانه. خیر، میتونه مثلا کدوم علل باشه؟ مثلا علل های دی بزرگ و دی کوچیک باشه، یعنی ناخالص بشه، بنابراین گزینه 4 هم گزینه اشتباهی هست. بچه ها بریم سوال 162، کدام مورد درباره جانوران مهرهداری صادق است؟ بچه ها مهردار، اولا جانوره، مهرهداره. خب مهرهداران چیا بودن؟ ماهی، دوزیست، خزنده، پرنده، پستانداری. پنج گروه مهرهداران، ماهی ها، دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران که میدونید ماهی ها قزروفی دارن و استخوانی، و دیگه شما بقیه را تقسیم بندی هاشون فقط پستانداران خوندید، که پستانداران تخم گذار، کیسه دار و جفت دار. خب اما کدوم مهردار؟ مهرداری که هر دو نوع رگ خونی، هر دو نوع خون موجود در قلب، بحث خون تیره و روشنه، همراه با هم وارد رگی میشه که ابتدا به دو شاخه تقسیم میشه. بچه ها فرض کنید اصلا شکل کتاب رو نمیدونید شما، که قطعا باید بدونید، یعنی باید شکل کتاب رو خورده باشید. این از من به شما نصیحت، هفته آخر کنکور یادتون باشه، هفته آخر کنکور هفته مروره، هفته تورب سریه، یعنی ورق زدن و مرور سریه فقط کتاب درسیتون و نکاتی که قبلا یادداشت کردی، کتاب جدید، درسنامه جدید، تست جدید، نه اینا نیازی نیست. خب حالا دقت کنید توی مرور سریهتون حتما حتما عکس‌های کتابو، شکل و شکل‌های کتابو، عکس و شکلو، خب هر آنچه که تصویر به شما نمایش میده اونو باید خورده و بخور. حالا قبلش خوردیم، خب الان میخواید مرور کنید، مثلا الان هفته آخره باید مرور انجام بدید. حالا فکر کن اصلا شکل رو نمیدونید، ولی چون نمیشه هر دو نوع خون موجود در قلب، یعنی تیره و روشن، همراه با هم وارد یه رگی میشه، شما ذهنتون میره سمت دوزیستان که قلبشون یک بطن داره و دو دهلیز، و میدونید که همیشه خون از بطن در مهرهداران خارج میشه، البته در خب کاری نداریم اونا که بطن دارن، خون از بد همیشه خارج میشه. خب پس داره راجع به کیا صحبت میکنه؟ این همه طول تفصیل دادیم راجع به دوزیستان. بچه راجع به دوزیستان، همانند پرندگان پیچیده ترین شکل کلیه رو دارن. خیلی، دوزیستان پیچیده ترین شکل کلیه رو ندارند، برخلاف خزندگان ابتدایی ترین تناب عصبی چی؟ شکمی
اصلا تناب عصبی دوزیستان چیه؟ پشتیه، قلب شوشکنیه. تمام مهره داران تناب عصبیشون پشتیه مثل ما. برخلاف خزندگان به کمک ساده ترین اندام تنفسی هم به تبادل گاز میپردازن. ساده ترین اندام تنفسی بچه پوست. بله دوزیستان تقریبا میشه گفت مهمترین اندام تنفسیشون پوستشون هست، مثلا قورباغه، ولی خزندگان از طریق پوستشون تنفس نمی کنن طبق کتابتون. بنابراین گزینه صحیح گزینه سه هست. همانند پرندگان نسبت به سایر موردان انرژی بیشتری رو به هنگام حرکت مصرف کنن. نه بچه شما تا اگه اینم ندیدید کتابو نخونده باشید، قورباغه رو که دیدید، وزغ رو که دیدید، چقدر برای حرکتشون انرژی مصرف میکنن؟ قورباغه در نهایت چند سانت مثلا بپره جلو، وزغ مثلا چند سانت بپره جلو، انقدر انرژی مصرف نمیکنن مثل پستان دارا و پرندگان انرژی مصرف نمیکنند. خب بریم سراغ سوال 163. بچه سوال ساده یادم افتاد اینو بگم قبل از اینکه 163 رو بگیم. دوستان گرامی، نشستین سر جلسه کنکور، بسم الله الرحمن الرحیم که گفتین، به خدا که توکل کردین، تمام این تکنیکایی که قبلا بهتون گفتم حالا تو ذهنتون هست. یه تکنیک خیلی جالب بهتون میگم که احتمال زیاد شنیده باشین، ولی یه بار دیگه از من بشنوید. توی درس زیست شناسی بهتون میگم که درس تخصصی خودم هستی که دروس دیگر رو نمیدونم. دوستان گرامی، درس زیست شناسی 50 تا سوال داره. خب از این 50 تا سوال مثلا 20-25 تاش سوالای ساده و متوسطی هستن که شما به راحتی با مثلا چند ثانیه فکر میتونید بهش جواب بدید. شمایی که اینقدر تست کار کردید، شمایی که اینقدر کتاب خوندید، شمایی که اینقدر باهوشید، دختر گل، پسر گل، حواست باشه طراح باهوشه. البته نمیگم که یک طراح داره این سوالا، ممکن چند تا طراح طرح کرده باشن سوالا رو. اونی که سوالا رو میچینه، اینجوری بگیم، به نظر میرسه کسی هستش که سوالا رو میچینه و چیدمان سوالات با یک گروه یا یک فرد خاص هست. دقت کنید، چیدمان سوالات چیدمان بعضن هوشمندانه ای هست، بعضن دارم میگم، ولی ممکنه تصادفی هم باشه. حالا شما فکر کن تصادفی سوال کنکور زیست شناسی از سال 156 شروع میشه به سال 205 ختم میشه. شما این لحظه تصور کن مثلا کنکور مثلا سال فلان سال 156 و 157 و 8 و 9 و 160 5 تا 6 تا 7 تا سوال سوالای سختی باشن. خب شما شروع میکنید بسم الله الرحمن الرحیم سال 156 او 157 او او 158 وقتتون رو میگیره بچه‌ها، بعدی وقتتون رو میگیره، بعدی همینطور. یهو 10 تا سوال میبینی سوالای سخت هستن. خب چه کار باید بکنیم؟ چه پاتکی بهش بزنیم؟ سریع بچه‌ها 50 تا سوال یه دور کامل، هم اولی که میشینین سوال زیست شروع کنین چک میکنین. 50 تا سوال چک میکنین، از توش 10 تا 15 تا 20 تا 25 تا، گاهی وقتا 10 تا 15 تا، گاهی وقتا 20 25 تا سوال ساده متوسط پیدا میکنی که با یه نگاه یا چند ثانیه فکر بتونی حلش کنی. مثلا این سوال 163. خب سوالاتی که اینجوری میتونی حل کنی بچا اول بزنی، حواستون باشه البته به جابجا نزنید وقت گزینه ها رو. مثلا سوال 156 سخته تا سوال 160، 161 آسونه اونو بزنی، 168 آسونه اونو بزنی، 171 آسونه اونو بزنی. خب بعد برید سراغ سوالاتی که باید بیشتر روش فکر کنید. اونا رو علامت زدید قبلا، یعنی اون نگاه سریعی که اول داشتید اون سختا رو علامت زدید، یا متوسطای رو به بالا رو. خب حالا اونا رو چک میکنید قبلش بچه‌ها. پس شما 20 25 تا بعضی کنکورها تا 30 تا سوال ساده جواب دادید، درسته؟ خب وقتی سوال ساده رو جواب میدید دیگه انگار خیالتون راحت میشه، یه نفس راحتی میکشید، آره 50% الان حس میکنم که جواب دادم، پس انرژیتون بیشتره. حالا ساعت هم نگاه میکنید، ای یه رو 20 دقیقه وقت دارید یا نیم ساعت هم وقت دارید یا بیشتر حتی وقت دارید، حالا برم وقتم و انرژیم و اون فکرم رو بذارم رو سوالات متوسط رو به بالا، حالا اون سوالا رو جواب میدم. حالا سوالات خیلی سخت، مثلا بعضی سوالات ژنتیک ممکنه خیلی سخت باشن، بعضی سوالات مثلا چند گزاره ای، اونایی که میگه الف و ب و جیم و دال، حالا چند مورد درسته، ممکنه خیلی سخت باشن، اونا رو چک میکنید، درست شد؟ خب چی میشه بچه ها؟ اینجوری میتونید درصدتون رو باورتون بشه به بالای 80-90 برسونید و شما که قطعا بالای 99% انشالله که میشه 100%. بنابراین
این تکنیک و بچه ها اگه به کار نبرین سر جلسه آزمون و اتفاقا سوالات سخت اولین سوالاتی باشه که چیده شده، متاسفانه شما از اون کسایی هستین که خیلی زحمت کشیدید ولی ممکنه سر جلسه کنکور با عدم مدیریت روی سوالات درصدتون 30-40% افت بکنه. خب بریم سراغ 163. بچه کدوم مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسبه؟ نامناسب، دقت به سوال بکنید دیگه. در انسان، کلن انسان، خب بعضی یا همه ماهیچه های حلقوی لوله گوارش. بچه ماهیچه های حلقوی لوله گوارش چند نوع بودن؟ دو نوع بودن دیگه، یادتونه؟ ماهیچه های حلقوی لوله گوارش اسفنکترا یا ارادی بودن، حالا بگیم مخطط بودن، اسکلتی بودن یا صاف بودن دیگه، درسته؟ بعضیشون فقط، خب نامناسبه بچه ها دقت کنید، در انسان بعضی از یاخت‌های، بعضی از ماهیچه‌های حلقوی فقط یاخت‌های تکثیری دارن، بله بعضیشون صافن دیگه، درسته؟ پس گزینه یک چیه؟ درسته، جواب ما نیست. بعضیاشون، خب گزینه 4، بعضی از ماهیچه‌های حلقوی فقط در شرایط خاصی مواد غذایی رو با سرعت به سمت دهان میرانن، بله بله بچه ها، مواد غذایی با سرعت سمت دهان راندن همون استفراغه، درسته؟ پس اینم درسته، پس گزینه ما نیست. همشون، گزینه 2، فقط هنگام عبور مواد از انقباض رها میشن، بله همه ماهیچه‌های لوله گوارش فقط بچه ها بعد در عبور مواد باز میشن. حالا این مواد میتونه، چون طراح اصولا مواد رو بحث فیزیکی در نظر گرفته، مثلا گاز هم در نظر گرفته، مایع، همه چی دیگه، مثلا باد گلو هم حساب کرده. خب بنابراین بله همشون فقط هنگام عبور مواد از انقباض رها میشوند، درسته؟ اینجا مواد و گاز هم در نظر بگیرید. خب گزینه 3 چی؟ بچه ها دقت کنید، پس این هم گزینه مورد نظر ما نیست. گزینه 3، همشون آیا تحت تاثیر بخش خودمختارن؟ بچه ها همشون تحت تاثیر بخش خودمختار نیستن، ماهیچه های اسکلتی که تحت تاثیر بخش پیکری هستن، بنابراین این گزینه نادرست و گزینه مد نظر ماست. اینا هم دو قسمت بکنیم که حواستون باشه بچه ها، صاف و اسکلتی مد نظر ما هستش. خب بریم سراغ سوال 164. در نهان بچه دیدیم چقدر 163 ساده بود؟ 164، در نهان دانگان کدام عبارت درباره بزرگترین بخش رویان هر دانه؟ نهان دانگان هر دانه، دانه تک لپه و دو لپه مد نظرش دیگه، وقتی میگه هر دانه دو لپه چی؟ تک لپه. خب در دو لپه تک لپه کدوم بخش بزرگترین بخش؟ لپه، اینجا منظور لپه ها هستن. خب تنها بخش ذخیره ای همیشه لپه ها اندوسپرم هم هست دیگه بچه ها، پس گزینه یک گزینه اشتباهی، اندوسپرم در تک لپه ها. دو، آیا همه لپه ها به دنبال تقسیم نامساوی یاخته تخم ایجاد میشن؟ بله بچه ها، بله گزینه صحیحی هست، همه لپه ها، همه دانه هستن کلا به دنبال تقسیم نامساوی یاخته تخم ایجاد میشه. آیا همشون به طور موقت میتونن مواد عالی رو از مواد معدنی بسازن؟ آیا همه لپه‌ها اصلا خارج میشن از خاک که بتونن مثلا فتوسنتز انجام بدن؟ خیر، گزینه 3 گزینه اشتباهی هست. و 4، آیا لپه‌ها همیشه نخستین بخشی هستن که هنگام رویش دانه خارج میشن؟ نه بچه‌ها، ریشه رویانی اصولا نخستین بخشی هستش که به هنگام رویش دانه خارج میشود، این هم گزینه اشتباهی، گزینه 2 جواب سوال ما هستش. سوال 165، بچه چند گزاره ای؟ چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ داره جو کیا صحبت میکنه؟ میگه در جاندارانی بیمهره که دستگاه عصبی مسئول یک پارچه کردن اطلاعات دریافتی از هر یک از واحدهای بینایی، اولا دستگاه عصبی داره، دوما واحد بینایی داره، یاده چی میفتید؟ حشرات. و فرد ماده گاهی اوقات به تنهایی تولید مثل میکنه، بگذایی مثلا در زنبور عسل. پس راجع به حشرات، خودشو کشت که بگه حشرات دیگه بابا، حشرات، راجع به حشرات. خب الف، آب، اوریک اسید و بعضی از یونها به روش فعال به سامانه دفعی هر فرد وارد میشن. بچه ها آب اصلا شما هیچی نمیدونید راجع به هیچی، راجع به هیچ موردی به غیر از هیچی نمیدونید.
آیا آب به روش فعال وارد مثلا سامانه دفعی میشه؟ نه خیلی، آب به روش اسموز وارد میشه. بس الف غلطی. هر دو نوع قدرت جنسی نرم ماده در محوطه شکم هر فرد یافت میشه؟ نه خیلی، به این صورت هم نیست. بله در کرم خاکی اینجوریه، مثلا در کرم کبد اینجوریه، ولی در حشرات شما حداقل این مورد رو نخوندید. پوشش سخت و زخیم روی بدن به عنوان تکیه‌گاه عضلات عمل میکنه؟ بله، حشرات اسکلت خارجی دارن، پس گزینه جیم گزینه درستی است. دال، نوعی ترکیب شیمیایی مترشح از یک فرد میتونه بر عملکرد و پاسخ رفتاری فرد دیگر تاثیرگذار باشه؟ فرومون گزینه صحیحی است در مورد حشرات. پس در نتیجه سوال 165 دو مورد صحیحه. بچه‌ها این از اون گزاره‌ای‌هایی بود خب که گزاره‌ای ساده یه گاهی وقتا گزاره‌ای ها هم تو اون چک سریع سوالاتتون یه نگاهی بهش بندازید، شاید گزینه صحیحی باشه. خب بریم سراغ سوال 166. کدام گزینه عبارت از این را به طور مناسب کامل میکنه؟ قبل از ورود کیموس به بخشی از لوله گوارش انسان که مراحل پایانی گوارش مواد غذایی در آن آغاز می شود، کدوم بخش رو میگه بچه ها؟ روده باریک، یا مثلا حالا 12 بگیم. ولی میگه چی؟ ولی میگه قبل از ورود کیموس به 12، یعنی کجاست الان؟ معده. خب راجع به معده، آیا در معده کربوهیدرات ها به مونوساکارید تبدیل میشن؟ نه، در معده همچین اتفاقی نمیفته. ما اصلا در معده کاری به کربوهیدرات ها خیلی نداریم، کاری به چربی ها داریم و پروتئین. تحت تاثیر پروتئاز ها پروتئین را به آمینو اسیدها تجزیه میکنن؟ نه خیر، بچا پروتئاز های معده، یعنی حالا مهمترینشون پپسینوژن که بعد به پپسین فعال تبدیل میشه. پپسین در اصل به آمینو اسید تبدیل میکنه، به پپتیدهای کوچیک تبدیل میکنه پروتئین ها رو. پس اینم گزینه اشتباهی هست. فراوان‌ترین لیپیدهای رژیم غذایی یعنی تریگلیسیریدها به طور کامل در معده گوارش پیدا میکنن؟ آره، کیا داره میگه؟ تریگلیسیریدها میگه در معده بچه‌ها. برای تریگلیسیریدها اتفاق میفته با لیپاز، ولی به طور کامل گوارش پیدا نمیکنن. بله اینم خط بزنیم که داره به طور کامل گوارش پیدا نمی کنن. پس این هم گزینه اشتباهی است. گزینه 4، یافته های پوششی سطحی و بعضی از یافته های مدد آن ماده مخاطی زیادی ترشح کنن. بله بچه ها، این جمله کتابتونه، این جمله کتاب گزینه 4 گزینه صحیحی هست. خیلی ساده. خب دوستان، سوال شماره 167، کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟ دقت به سوال. عدسی چشم انسان به وسیله رشته هایی یعنی تارهای آویزی به بخشی متصل شده، کدوم بخش رو داره میگه بچه ها؟ داره ماهیچه مژگانی یا جسم مژگانی رو میگه، جسم مژگانی. خب حالا راجع به جسم مژگانی ببینیم آیا جسم مژگانی کدوم مورد براش نامناسبه. جسم مژگانی به ساختار رنگین چشم اتصال داره؟ بله مناسبه، بله اتصال داره. به ساختار رنگین چشم چیه؟ مشیمیه، ادامه مشیمی است. خب آیا جسم مژگانی که ماهیچه مژگانی یعنی ماهیچه صاف داره با جزئی از دستگاه عصبی محیطی ارتباط داره؟ بله، دستگاه عصبی خودمختار، پس اینم نمیتونه باشه. آیا با داخلی ترین لایه چشم که شبکیه است تماس داره؟ خیر، این نامناسبه. و آیا در مجاورت مایع مترشح از مویرک ها قرار داره؟ مایع یعنی زلالیه. بله اگه دقت به شکل بفرمایید بچه در مجاورت زلالیه، اصلا از همون مویرک ها ترشح میشه در از زلالیه که در جسم مژگانی و مشینیه هستن. خب سوال 167 گزینه 3، سوال 168، کدام مورد در ارتباط با تیغه های آبشوشی یک ماهی استخوانی؟ بچه سوال خیلی ساده است. تیغه های آبشوشی یه ماهی استخوانی، به شما شکلش رو دارید تو کتابتون در فصل 3 کتاب دهم. محل انجام تبادلات گازهای تنفسی هستن؟ بله، تیغه های آبشوشی یک ماهی محل انجام تبادلات گازهای تنفسی هستن، به همین راحتی.
آیا آب را از درون خودشون عبور میدن؟ خیر، از طرفین خودشون عبور میدن. آیا مانع خروج مواد غذایی از شکاف‌های آبشوشی میشن؟ اینا کار خارهای آبشوشیه. آیا بر روی خارها قرار دارن؟ نه خیر، بر روی کمان آبشوشی قرار دارن. بنابراین گزینه 168 گزینه 169 در یک یاخته گیاهی در حال تقسیم برگ، یه یاخته گیاهی که در برگ در حال تقسیمه، قطعا داره تقسیم میتوز انجام میده، کدام مورد قبل از شروع کدام مورد قبل از شروع مراحل مربوط به تقسیم سیتوپلاست؟ بچه اون شکله بود فصل 6 کتاب، تقسیم سیتوپلاست در سلول گیاهی، بحث اون ریز کیسه هایی که از دستگاه گلچی میومدن وسط سلول، حالا در خیلی از سلول ها وسط سلول، در بعضی ها بالا پایین، خب و شروع میکنن صفحات سلولی رو درست، صفحه سلولی رو درست کردن. اون مرحله اول مرحله آنافاز، هنوز یعنی هنوز سلول در مرحله آنافازه که اون ریز کیسه ها میان وسط، یعنی شروع مراحل مربوط به تقسیم میان یاخته، یعنی آنافاز. خب حالا میخواد بگه قبل از شروع کدوم مرحله بچه‌ها؟ قبل از شروع آنافاز، یعنی قبل از آنافاز، قبل از آنافاز متافاز دیگه. خب تو متافاز چه اتفاقی میفته؟ کروموزوم های غیر همساخت در وسط سلول به صورت ردیف در میان. تموم شد. یک، پوشش هسته‌ای در اطراف هر مجموعه کروموزومی بازسازی میشه. این مربوط به تلوفازه بچه ها، درسته؟ مربوط به تلوفازه. فانتن های کوتاه فشرده شده شروع به باز شدن میکنن، تلوفاز. اینم تلوفاز. فانتن های تک کروماتیدی در دو قطب یافته تجمع پیدا میکنن، این آخر آنافازه. این آخر آنافاز ما قبل از آنافاز مد نظر مونه. گزینه 4 متافاز هست، وسط به صورت ردیف در میان میشه متافاز، که در اون زمان زمان مناسبی برای تهیه کاریوتایپ هست. 170 آقا سوال مورد علاقه من، واقعا این سوال قشنگه، سوال مفهومی و جالب و جامعی هست. چند مورد برای تکمیل عبارت زی مناسب؟ در هر جاندار پریاخته‌ای، هر جاندار پریاخته‌ای. بچه اینجا منظورش چیه؟ کلن داره جانداران پریاخته‌ای رو میگه. شما حساب کن جانوران، گیاهان، قارچ‌ها، اینا پریاخته‌ای هستن. البته ما کلونی ها رو در آغازیان داریم، ولی شما لفظ کلونی رو نخوندیم. خب راجع به گیاهان، قارچ‌ها و جانوران، کدوم مورد ها راجع به گیاهان، قارچ‌ها و جانوران صحیحه؟ به منظور بروز پاسخ به هر محرک شیمیایی داخلی یا خارجی لازمه تا اثر محرک پیام عصبی تبدیل شه. آقا قارچ‌ها و گیاهان پیام عصبی دارن؟ خیر. نفوذپذیری قشای یافته پستیناپسی تغییر نماید، آیا گیاهان و قارچ‌ها یافته پستیناپسی دارن؟ سیناپس دارن؟ چیزی به نام سیناپس شما تو گیاهان و قارچ‌ها خوندین بچه‌ها؟ فقط در جانوران خوندین ما. مثلا ما آیا مولکول های شیمیایی باید به گیرنده های اختصاصی خودشون متصل بشن؟ بله، همیشه باید این اتفاق بیفتد. آیا محتویات ریز کیسه های ترشحی در فضای سیناپسی باید همیشه تخلیه بشن؟ در سیستم عصبی بله، ولی که قارچ ها و گیاهان که عصب ندارن. بنابراین گزینه الف، ب و دال غلط، جیم درسته. ساده ساده و جامع. 171 بچه ساده، سوال ساده رو ببینید. 171 با توجه به صفت چند جایگاهی مربوط به رنگ نوعی ذراتی داره ترسال تکرار میشه، خیلی سوالات ساده ای داره ولی تکراری. کدام مورد از نظر فنوتیپ به ذراتی با ژن نموده این مورد، این ذرت شباهت کمتری داره؟ بچه خوندی هرچی علل بارز بیشتر باشه پررنگتره، درسته؟ چند تا علل بارز داره؟ 4 علل بارز داره ایشون، درسته؟ خب این چند تا علل بارز داره؟ 1 2 3 این چند تا علل بارز داره؟ 1 2 3 4 5 6 چند تا علل بارز؟ 1 2 چند تا علل بارز؟ 1 خب منها کنید، 4 منهای 3 یه دونه اختلاف داره، 4 منهای 6 دو تا اختلاف داره، 4 منهای 2 دو تا اختلاف داره، ولی 4 منهای 1
این سه تا اختلاف داره. اختلافش بیشتر اختلاف تعداد علائم بارزش و شباهت کمتری نسبت به این ذرت با این ژنتیک داره. خب 172 سوال یک کوچولو چالشی کنکور 99. با توجه به شکل مقابل کدام عبارت نادرسته؟ واسه شکل رو دقت کنید. شکل داره بعد از جایگزینی بلاستوسیست رو نشون میده که این بلاستوسیست جایگزین شده کامل و لایه‌های زاینده جنینی هم تشکیل شدن. بعد شما پرزهای کوریونی رو میبینید، اون بخش سازنده بند ناف رو میبینید. الان گزینه یک بچه یک رو نگاه کنید، یک چیه؟ یک کوریونه، درسته؟ دو چیه؟ آمنیونه. سه بخش سازنده بند ناف و بخش چهار و سه چیه؟ سه یکی از لایه‌های زاینده جنینی. سه لایه داریم ما، سه لایه زاینده جنینی داریم که اسامیش مهم نیست، آندودرم و اکتودرم و مزودرم، ولی شما تو کتاب درستون این اسامی رو نخوندید بچه‌ها. 172 سوال، ساده، واقعا سوال ساده است. کدوم عبارت نادرسته؟ دقت کنید. بخش دو یعنی آمنیون همانند چهار در آینده نقشی در تغذیه جنین داره. بله بچه‌ها. این درسته. آمنیون و کوریون که میشه بند ناف در هر صورت با جفت و کوریون با دیواره رنگ جفت رو تشکیل میدن و در تغذیه جنین نقش دارن و آمنیون هم که باز مایع آمنیونی در تغذیه جنین نقش داره. پس عبارت درست از مورد نظر ما نیست. بخش یک برخلاف سه، یک چیه؟ کوریون. برخلاف سه یعنی این دیکلایان زاینده جنین در آینده مانع تخمک گذاری فرد باردار میشه. بله بچه ها. بخش یک HCG ترشح میکنه، میره تو خون مادر و جسم زرد فرد زیاد میشه، پروژسترون ترشح میشه و از فعالیت از تخمک گذاری جلوگیری میشه. پس این هم گزینه مد نظر ما نیست. درست. بخش سه یعنی یکی از لایه های زاینده جنین برخلاف چهار یعنی کوریون در آینده همه بافت‌های مختلف جنینی می‌سازه. بچه این فقط یه سری بافت‌ها رو می‌سازه چون یکی از لایه‌ها رو اشاره کرده. پس گزینه صحیحی است، یعنی به لحاظ علمی نادرسته، سوال نادرست خواسته. بخش چهار همانند بخش یک یعنی بخش سازنده بند ناف همانند یک بخش کوریون در آینده بر قطر هر دو نوع رگ خونیش افزوده میشه. بله اینا رگ خونی توشون ایجاد میشه. در آینده هم همینجوری که جنین بزرگتر میشه رگ‌های خونی اینا قطرشون بیشتر میشه. پس این هم گزینه صحیحی به لحاظ علمی هست و به لحاظ سوال گزینه مد نظر ما نیست. سوال 173 این هم یه جورای سوال مشکل داری بود چون عبارتی به کار برده بود که شما نخونده بودید بچه ها. تو بیشتر بدانید البته خونده بودید. با توجه به اوپران لک در باکتری ایکولای، خب شما اوپران لک رو عبارت رو نخونید بچه ها. همون بحث تنظیم بیانژن در باکتری ایکولای هست. تنظیم بیانژن منفی مربوط به قند لاکتوز که بهش میگن اوپران لک. کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسبه؟ ترکیبی که به عنوان فلان شناخته میشه فلان. خب اول میگیم گزینه دو رو خط بزنیم. چرا؟ چون در پروکاریوت ها که حالا باکتری ایکولای پروکاریوت ما نیازمنده پروتئین هایی برای شناسایی راه انداز نیستیم. پس گزینه دو خط میخوره. خب ما در اوپران لک، حالا در اوپران لاکتوز چیزی به نام فعال کننده بچه ها نداره. سه خط میخوره. ترکیبی که به عنوان مهار کننده شناخته میشه یعنی همون پروتئینه گزینه یک. به توالی خاصی از دی ان ای بیش از نوعی قند تمایل داره؟ نه بچه ها. قند که میاد این رو در اصل بهش وصل میشه و این کشیده میشه پایین. البته شما میزان تمایل اون پروتئین مهار کننده به اون بخش خاص از دی ان ای، یعنی بخش تنظیمی دی ان ای، یعنی اپراتور و لاکتوز رو شما این میزان تمایل اتصالش رو به اون یکی و یکی مقایسهش رو نخوندید، درسته؟ اما با فرض این که مثلا لاکتوز در محیط باشه اون میکشه پایین دیگه، مهار کننده رو میکشه پایین. برای من به نظر میرسه این گزینه غلطی هست. خب
خب گزینه 4 چی میگه؟ اونی که به عنوان محرک فعالیت رنابس پاراز داره شناخته میشه، یعنی کیو میگه بچه‌ها؟ یعنی داره لاکتوز رو میگه. خب لاکتوز نوعی دیساکارید دیگه، درسته؟ نوعی دیساکارید به حساب میاد گزینه 4، درسته؟ گرچه طراح واقعا احتمالاً خیلی رو سوال فکر نکرده و یا بازبین باید سوالو چک میکرد حتما و در کنکور قرار میده، چون سوال مشکل داری هست. خب سوال 174، این هم از اون سوال عجیب غریب. در همه بیماری های مطرح شده در بخش ژنتیک کتاب درسی، شما همه بیماری ها رو باید در فصل سوم کتاب درسی تون یادتون بیاد که کدوم بیماری ها بود. بچه‌ها دقت کنید، شما بیماری های ژنتیکی که تو کتاب درسیتون خوندین فقط بیماری های مغلوبه، حالا چه وابسته به جنس مغلوب هموفیلی، چه اتوزوم یا مستقل از جنس مغلوب، یعنی چی؟ یعنی فنیلکتونوری و بیماری کمخونی داسی شکل. خب این همشون مغلوب هستن. همه بیماری هایی که شما خوندین چی هن؟ نهفتن. اگه پدر بیمار باشه و مادر سالم باشه، پدر بیمار مادر سالم، وجود کدام مورد غیر ممکنه؟ بچه دقت کنید، ما پدر بیمار میکشیم اینجا. آقا پدر بیمار مثلا در هموفیل پدر بیمار، در مثلا فنیلکتونوری پدر بیمار. خب مادر سالم در هموفیل، مادر سالم، حالا این میتونه به صورت خالص یا ناخالص باشه و اینم میتونه به صورت خالص، ببخشید، خالص یا ناخالص باشه. خب وجود کدوم مورد غیر ممکنه؟ بچه از گزینه 4 شروع کنیم که جوابمونه دختر سالم با ژن نمود خالص. خب حالا فکر کنیم بچه پدره برای هموفیلی، خب دختر اگه بخواد سالم بشه چی میشه؟ دختر اگه بخواد سالم خالص بشه میشه XH بزرگ در صورتی که این XH کوچیکش رو قطعا از پدرش میگیره دیگه اگه بیمار باشه پدر، درسته؟ در مورد مغلوب وابسته به جنس فعلا این صدق نمی کنه، واسه همین گزینه مطلوب ما هست، بقیه هم ممکن هستن. سوال 175، بریم 175. به طور معمول چند مورد در ارتباط با یک یاخته عصبی فاقد میلین انسان، یاخته عصبی فاقد میلین در نظر بگیریم، مثلا نورون رابط که میلین نداره، مثلا حرکتی که حالا حسی که میلین نداره، حرکتی که میلین نداره. خب مثلا ببینیم کدوم چند مورد راجع به یه فاقد میلین درسته. ایجاد پتانسیل عمل در هر نقطه از رشته عصبی به تولید پتانسیل عمل در نقطه مجاورش وابسته است. یعنی مثلا تو سیناپس بچه ها، اگه من تو سیناپس میخوام پتانسیل عمل تولید کنم، مجاورش قبلا تولید شده؟ نه، تو سیناپس مثلا توی بحث سیناپس شیمیایی قطعا وقتی اون ناقل عصبی وارد پایان سیناپسی میشه و اثر میذاره رو پروتئین های به طور مثال انتقال دهنده سدیم، مثلا پروتئین مثلا کانال دریچه دار سدیمی، یه نقطه مجاور اون قسمت که پتانسیل عمل توش ایجاد نشده، در همون نقطه پتانسیل عمل ایجاد میشه، پس گزینه غلطی هست. به سرعت هدایت پیام عصبی در بین هر دو نقطه متوالی یک رشته عصبی با قطر یک نواخت یکسانه و مقدار ثابتی، این درسته. در زمانی که اختلاف پتانسیل دو سوی قشا به بیشترین حد خودش میرسه، فقط یک نویون از قشا میگذره. دوستان دقت داشته باشین، همواره با فعالیت پمپ سدیم پتاسیم، درسته، دو نویون از قشا عبور می کند، یعنی سدیم و پتاسیم. پس هیچ وقت نمیتونیم بگیم در یه لحظه در یک آن فقط یه نوع عبور کنه، پمپ سدیم پتاسیم همواره فعاله. حالا ممکنه بعد از که پتانسیل عمل به حالت آرامش رسید فعالیتش بیشتر بشه، ولی همواره فعاله. پس این گزینه غلطی هست. و دار با بسته شدن هر دو نوع کانال دریچه داری یونی به صورت همزمان، البته منظورشه،
مقدار اختلاف پتانسیل دو سوی فشار بدون تغییر میمونه. بچه‌ها اینا همزمان با هم باز نیستن که همزمان بسته بشن. یک کدوم باز یکی بسته میشه، یکی باز میشه، یکی بسته میشه. و یکی هم که بسته شد، درست هیچ وقت همزمان با هم باز و بسته نمیشن. پس گزینه دال هم گزینه یه غلطی است، گرچه به نظر من باید یه مقداری گزینش رو اصلاح میکرد. پس بنابراین سوال 175 فقط مورد ب درسته. سوال 176، کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسبه؟ آن دسته از تارهای مانیچه اسکلتی که فعالیت آن زیم، حالا که فلان در آنها بیشتر از سایر تارهاست. کجا کدوم تارا رو داریم که دو رو شما تار خوندیم بچه‌ها، درسته؟ تند و کند. یادتون بچه‌ها تارهای تند سفید رنگ بودن، میوگلوبین کمتری داشتن، میتوکندری کمتری داشتن، سریعتر انقباض پیدا میکردن، زودتر خسته میشدن، بیشتر به روش بی‌حوازی انقباضشون رو انجام میدادن، انرژیشون رو دریافت میکردن، مثلا گلیکولیز. تارهای مانیچه کند قرمز رنگ بودن، پس میوگلوبین بیشتری داشتن، میتوکندری بیشتری هم داشتن، بیشتر به روش حوازی انرژیشون رو به دست می آوردن و در ورزش‌های استقامتی بیشتر کاربرد داشتن و با ورزش میتونستیم تند رو به کند تبدیل کنیم و دیرتر خسته میشدن کندها. اوکی، کدوم دسته فعالیت آنزیم تجزیه کننده ATP سر میوزین توش بیشتره؟ تند. تند میخواد سریعتر منقبض بشه دیگه، پس تند. آیا در تند در مقابل خستگی مقاومت اندکی وجود داره؟ بله. پس گزینه صحیح ما نیست چون نمیشه نامناسب. آیا اونی که مقدار رنگدانه قرمزش بیشتره یعنی کند فعالیت آنزیم‌های موثر در چرخه کرفسش مهار شده؟ آقا کند سیستم حوازیش بیشتره، سیستم حوازیش بیشتر سیستم حوازی رو به کار میگیره، پس چرخه کرفس رو انجام میده، پس مهار نشده. از گزینه مد نظر ماسی نامناسبه. اونی که مقدار انرژی آزاد شده از مواد مغذیش در اونها بیشتر از سایر تارهاست یعنی کند. کند بچه از مواد مغذی بیشتر انرژی میکشه بیرون، به روش حوازی انرژی میکشه بیرون. سیتا ای تی پی یادتون باشه تو فصل 5-12 فعالیه با سرعت کندتری سارکومرهای خودش رو کوتاه میکنه. بله کند دیگه. اونی که سرعت آزاد شدن یونان کلسیم از شبکه سارکوپلاسمی که شما این عبارت رو نخوندین، شبکه آندوپلاسمی یافته های مایچه‌ای رو میگن شبکه سارکوپلاسمی، اونی که سرعت آزاد شدن یونان کلسیمش از شبکه آندوپلاسمیش بیشتره یعنی تند. در سیتوپلاسم خودش ساختارهای دوقشایی اندکی داره، یعنی میتوکندری کمتری داره. بله درسته. پس گزینه 4 هم گزینه مناسبی هست به لحاظ علمی. 177، در انسان اندامی که در دوران جنینی یاخته های خون را میسازد کدوم اندام؟ ها، کبد و تهاد و جزی از دستگاه لنفی یک فرد بالغ محسوب نمی شود. پس فقط منظورش کبد دیگه. در مورد کبد، آیا کبد در تنظیم تولید گویچه های قرمز خون نقش داره؟ بله، با ترشح هورمون اریترو پویتین. بچه‌ها تا الان چند تا سوال ساده حل کردی؟ خیلی ساده است اینا. گزینه صحیح. بله. خب بقیه چی؟ همه این مورکاش مانع عبور مولکولای درشت میشن. بچه‌ها کبد و کبد، حالا اینجا چون منظور سوال کبده، مورکای ناپیوسته داره کلا. خب بنابراین مانع عبور مولکولای درشت نمیشه. هنگام خونریزی شدید در تولید لخته خون نقش اصلی داره؟ نه، در تولید لخته خون پلاکت ها نقش اصلی دارن یا گرده ها. خب پس معنی چی میشه این؟ میشه پلاکت ها. و در دفع ماده حاصل از تخریب هموگلوبین گوچه‌های قرمز خون فاقد نقش، نه فاقد نقش نیست، تو دفع بیلیروبین از طریق صفرا و از طریق دستگاه گوارش داره اصلی ترین نقشه. و 177 گزینه 1 درسته. ساده. 178 بچه در کدوم گزینه مناسب؟ آقا آقا خب کدوم گزینه مناسبه بچه ها؟ چی شده؟
در همه گیاهانی که تثبیت کربن در آنها فقط به هنگام روز صورت میگیره. بچا تو کدوم گیاهان تثبیت کربن فقط به هنگام روز صورت میگیره؟ سیسه و سی4. درسته؟ در سیسه و سی4 فقط به هنگام روز تثبیت کربن صورت میگیره دیگه. در کم در شب هم صورت میگیره، در شب صورت میگیره. خب شب روزنهاشون رو باز میکنه، سه و دوباره میشه در گیاهان کم. یه آنزیمی همه بچه ها، همه سیسه و سی4 ها دقت کنید، قبلا خونی بچه ها، سی4 ها به ندرت تنفس نوری انجام میدن، این دست تنفس نوری انجام نمیدن سی4 ها. خب کتاب شما نوشته به ندرت و واقعا به ندرت هست، اما طراح سوال اصولا تصور کرده که شما فکر میکنید میدونید، یعنی شما میدونید که سی4 ها اصولا تنفس نوری انجام نمیدن طبق این سوال، طبق نظر طراح. خب چون نوشته در همشون، پس باید در نظر بگیریم که در خیلی هاشون تنفس نوری انجام نمیشه. خب یه آنزیمی باعث ترکیب شدن O2 با مولکولی 5 کربنی و فسفات دار میشه. بچه‌ها این معنی تنفس نوریه، سی4 تنفس نوری به ندرت داره، پس یک نمیشه. افزوده شدن CO2 به مولکول 5 کربنی 2 فسفاته. کیه داره میگه مولکول 5 کربنی 2 فسفاته؟ ریبولوز 20 فسفات. کدوم آنزیم روبیسکو؟ خب همشون کالوین رو انجام میدن دیگه، پس گزینه 2 جوابمونه. آیا تجزیه مولکول 5 کربنی به 2 مولکول 3 کربنی 2 کربنی همشون انجام میدن؟ نه بچه ها، تنفس نوریه اینم، سی4 رو به ندرت انجام میدن. آیا ترکیب شدن CO2 با اسید 3 کربنی و تشکیل اسید 4 کربنی و سی3 ها انجام میدن؟ سی3 این کار رو انجام نمیده، فقط سی4 انجام میده. این هم گزینه اشتباهیه، فقط گزینه 2 در مورد همشون صدق میکنه. خب چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل میکنه بچه‌ها؟ دقت کنید، مناسب. به طور معمول در انسان همه رگ هایی که به دهلیز راست قلب وارد میشن، همه رگ هایی که به دهلیز راست قلب وارد میشن کیان؟ بچه ها بگیم، همه رگ هایی که به دهلیز راست قلب وارد میشن، بزرگ سیاه رگ ها به اضافه سیاه رگ های اکلیلی، درسته؟ یا کورونری. برخلاف یا همانند همه رگ هایی به دهلیز چپ وارد میشن، بگیم به دهلیز چپ وارد میشن، بچه ها سیاه رگ های چی هم؟ سیاه رگ های ششین، درسته؟ اینا خونه تیره دارن، اینا تیره، اینا خونه چی دارن؟ روشن، درسته؟ خب همه رگایی که به دهلیز راست قلب وارد میشن برخلاف یا همانند همه رگایی که به دهلیز چپ وارد میشن، درست شد؟ خب الف آقا، تیره ها برخلاف روشن ها ترکیب آهندار یافته های خونان ها سهم کمتری در حمل اکسیژن داره. بله طبیعتا، پس این گزینه درستی هست. اوکی ب، سیاه‌رگ‌ها برخلاف اون سیاه‌رگ‌هایی که می‌ریزه به دهلیز چپ، خون اندام‌های بالاتر یا پایین‌تر از قلب رو دریافت می‌کنن. بچه‌ها کورونری ها خون اطراف قلب رو دریافت می‌کنن، درسته؟ سیاه‌رگ کورونری اطراف، پس این گزینه غلطی هست. خب جی، همانند همدیگه در لایه میانی دیوارشون رشته‌های کیسان زیادی دارن. بله سیاه‌رگ‌ها و سرخ‌رگ‌ها همانند همدیگه بچه‌ها، اون دو تا سیاه‌رگ‌ها، دو نوع سیاه‌رگ، یعنی بزرگ سیاه‌رگ‌ها و کورونری‌ها، طبق کتابتون البته، همانند سیاه‌رگ‌های ششی طبق جمله کتاب رشته‌های کیستان زیادی دارن. اوکی شد؟ پس این گزینه هم درسته. دال، برخلاف بزرگ سیاه‌رگ زینی زبرین و اکتیدی، برخلاف ششی‌ها تحت تاثیر تلمبه ماهیچه اسکلتی خون در آنها به جریان در میاد. بچه‌ها کورونری‌ها که اطرافشون تلمبه ماهیچه اسکلتی نیست، عروق کورونر، سیاه‌رگ‌های کورونری اطرافشون تلمبه ماهیچه اسکلتی نیست، پس ب و دال غلط، یعنی نامناسب، و الف و ب، الف و ب، الف و جیم صحیح میشه گزینه 2. در ارتباط با همه سال 180، در ارتباط با همه سازوکارهایی که باعث ایجاد گونه جدید میشه، کدوم مورد به طور حتم صادره؟ همه سازوکارها بچه ها چیه؟ ایجاد گونه جدید، هم میهنی، هم دگر میهنی منظورشه، و همه سیستمایی که باعث ایجاد گونه جدید میشه. خب
آیا برای هم... از چهار شروع می‌کنیم؟ آیا برای همشون مانع جغرافیایی داریم؟ این فقط برای دگر میهنی بچه‌ها، هم میهنی نیست. آیا در همشون در ابتدا رانش دگره‌ای، یعنی همون رانش علوی، به شدت بر میزان تفاوت دو جمعیت می‌افزاید؟ بچه‌ها برای جمعیت‌های کوچیک این صادقه، برای جمعیت‌های بزرگ صادق نیست. در ضمن ما برای هم میهنی سیستم رانش علوی رو خیلی در نظر نمیگیریم، واسه همین گزینه 3 هم اشتباه. 2 انتخاب طبیعی با ایجاد تغییر در افراد، آقا انتخاب طبیعی در افراد تغییر ایجاد نمیکنه. بعضی از عوامل مثل جهش مثلا در افراد تغییر ایجاد میکنه، انتخاب طبیعی در سیستم جمعیت تغییر ایجاد میکنه. اگه نوشت جمعیت، اینجا دو تا گزینه درست داشت. خب گزینه 1 به وجود آمدن گامت های متفاوت با گامت های طبیعی والدینی، بله این الزامی هست، پس گزینه 1 گزینه نسبتا درستیه. خب دوستان گرامی، بریم سراغ سوال 181. در انسان به منظور تولید یک پروتئین ترشحی توسط لنفوسیت بی، کاری نداریم توسط کی، یه تولید یه پروتئین داریم بچه‌ها، بحث پروتئین سازی رو داریم، بحث ترجمه رو داریم. پس از برقرار شدن دومین پیوند پپتیدی، یعنی در مرحله طبیعی شدن، کدام اتفاق رخ میده بعد از برقرار شدن دومین پیوند پپتیدی؟ 1 تی آر ان ای بدون آمینو اسید در جایگاه ای ریبوزوم قرار میگیره. بچه‌ها بعد از اینکه دومین پیوند پپتیدی تشکیل شد در جایگاه ای، ریبوزوم حرکت میکنه، درسته؟ تی آر ان ای بدون آمینو اسید میره در جایگاه پی، جایگاه پی میره در جایگاه ای، و چه اتفاقی میفته؟ از ریبوزوم خارج میشه. پس درجه گزینه صحیح گزینه 1 هست. پیوند بین زنجیری پلی پپتیدی و دومین تی آر ان ای سست میشه، این قبل از برقرار شدن دومین پیوند پپتیدی. آمینو اسید جایگاه ای از رنای ناقل خودش جدا میشه. بچه‌ها دقت کنید که آمینو اسید جایگاه A از رنای ناقل جدا نمیشه، در جایگاه P از رنای ناقل جدا میشه. tRNA حامل سومین آمینو اسید به جایگاه A ریبوزوم وارد میشه، قبلا به جایگاه A ریبوزوم وارد شده که دومین پیوند پپتیدی ایجاد شده، پس گزینه 1 درسته. سوال 182 کدوم نادرسته بچه‌ها؟ دقت کنید کدوم عبارت نادرسته. همه تکیاختهی های مؤثر در ساخت نیترات از آمونیوم با استفاده از فسفات معدنی و واکنش انتقال الکترون را ای تی پی می سازن. منظورش به روش اکسایشیه، درسته؟ اینجا به روش اکسایشی منظوره. بله بچه ها، مثلا باکتری های نیترات ساز می کنن به روش اکسایشی ای تی پی تولید کنن، پس درسته، نادرست نیست. همه تکیاختهی های ایجاد کننده لاکتات، اونایی که تخمیر لاکتیکی انجام میدن، تک یاخته ای ها، در مرحله ای از تنفس یاخته ای خودشون NAD مثبت تولید میکنن. بله مثلا در خود فرایند تولید لاکتات باید حتما NAD مثبت تولید بشود، برابر این گزینه درسته. همه تک یاخته ای های تولید کننده اکسیژن زاها با کمک مواد معدنی مواد عالی رو میسازن. بله سنتز انجام میدن، اونا فتوسنتز انجام میدن، مثلا اوگیلنا، مثلا باکتری های اکسیژنزا اگه یادتون باشه. و اما نوشته همه تکیافته های تثبیت کننده کربن رنگیزه های فتوسنتزی دارن. بچه ها باکتری های شیمیوسنتز کننده که اصلا فتوسنتز نمی کنن، شیمیوسنتز می کنن، جایی هستن که اصلا نور نیست، واسه همین اینها رنگیزه های فتوسنتزی همشون ندارن. پس در نتیجه عبارت مورد نظر 4 183 کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟ چقدر نامناسب داشتیم سال 99. در انسان به هنگام التهاب، بچه التهاب کجا بود؟ التهاب در دفاع غیر اختصاصی بود، درسته؟ سد اول پوست و مخاط و موارد دیگه بود، سد دوم دفاع غیر اختصاصی، یکی از مواردش التهاب بود. خب کدوم نادرسته؟ بعضی از سلول‌هایی که به تولید پیک‌های شیمیایی گوشه‌های سفید جای موضع آسیب هدایت می‌کنن، کدوم سلول‌ها رو میگه بچه‌ها؟ کدوم‌ها رو میگه؟ ماکروفاژ و دیواره مویرک‌ها، اونایی که آسیب می‌بینه. خب بعضی‌هاشون عوامل بیگانه رو بر اساس ویژگی‌های عمومی‌شون شناسایی می‌کنن، بله مثل ماکروفاژ.
همشون متنوع‌ترین گروه مولکولای زیستی رو در بخش‌های از ساختار خودشون می‌سازن. کیا رو میگه بچه‌ها؟ پروتئین‌ها. بله همشون میتونن پروتئین بسازن. بعضی‌هاشون از طریق گیرنده‌های متنوع دفاع اختصاصی ماکروفاژ و دیواره مولکول که دفاع اختصاصی نقش ندارن، پس این غلطه. همشون میتونن در صورت ادامه حیات یعنی زنده بمونن و هنگام مواجهه با عوامل بیماریزا پروتئین دفاعی بسازن، مثلا اینترفرون نوع 1 مثلا بسازن. خب سوال 184، چند مورد در ارتباط با گیرنده های موجود در بخش دهلیزی گوش انسان درسته؟ صحیح یا درسته فرقی نمیکنه. الف، از طریق مژک های خودشون با مایع پیرامونی تماس دارن، نه بچه با اون حالت ژلاتینی، با اون ماده ژلاتینی در تماسن، پس این غلطه. در صدور بخش از پیام های مربوط به وضعیت بدن دخالت میکنن، بله درسته. پس از حرکت مایع پیرامونی ابتدا کانال های یونی قشاشون باز میشه، نه ابتدا مژک هاشون خم میشه بعد کانال های یونیشون باز میشه، نه غلط. پیام های خود رو به بخش در پشت ساقه مغز که با نوعی بافت پیوندی پوشیده شده ارسال میکنن، بله پیامشون به مخچه ارسال میکنن. پس گزینه های ب و د صحیح هست، دو تا گزینه اینجا راجع به بخش دهلیزی صحیح. در فردی که تازه وارد مرحله پس از زایمان شده کاری نداریم و به نوعی فلان اختلال مبتلا شده، فلان اتفاق میفته. اونی که به نوعی کمکاری غده پاراتیروید مبتلا شده، بچه ها باید درست رو پیدا کنیم، کمکاری پاراتیروید کلسیم خون رو کم میکنه. وقتی پاراتیروید، هورمون هایی که پاراتیروید ترشح میکنن، هورمون هایی مترشح از پاراتیروید کلسیم خون رو میبرن بالا. عمل عضلات مختل میشه، نه عمل عضلات جای مختل میشه، کلسیم خون ها بیاد پایین. درست شد؟ پس نتیجه گزینه یک غلط. اونی که به کم ترشحی بخش پسینه قده زیر مغزی مبتلا است، کم ترشحی یعنی ADH و اکسیتوسین کم ترشح میشه. وقتی ADH کم ترشح بشه، طرف پرنوشی و پرادرانی، ترشحش کاهش پیدا میکنه، کاری نداریم، اون که بس پرولاکتینه و بعد غلظت. حالا اما ترشحش بس اکسیتوسینه، اکسیتوسین کم میشه، بله ترشحش کم میشه، بر غلظت ادرار افزوده میشه. نه بچه‌ها، ADH که کم ترشح بشه چه اتفاقی میفته؟ بازجذب آب هم کم میشه، درنچه ادرار رقیق میشه به جای که غلیظ بشه، پس اینم غلط. بریم چهار، پرکاری تیروئید ضربان قلب میبره بالا یا پایین؟ متابولیسم میبره بالا، ضربان قلب میبره بالا، پس گزینه سه درسته. اونی که پرکاری قشر غده فوق کلیه داره، یعنی پرکاری یعنی چی؟ یعنی هورمون های بعضی هورمون های جنسی و کورتیزول و آلدوسترون زیاد ترشح میشه، پرکاری قشر غده فوق کلیه، کاری مرکز نداریم، فعالیت مغز و استخوان‌ها ضعیف میشه. بچه‌ها اینجا استنباط کنید، کورتیزول میاد سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه، پس درنچه فعالیت مغز و استخوان ضعیف میشه، درسته. و علائمی از خیز مشاهده میشه، چرا؟ آلدوسترون که زیاد ترشح بشه، بازجذب سدیم میره بالا، فشار خون میره بالا، خیز یا ادم مشاهده میشه. سوال 185 گزینه 3 ببخشید 186، کدام عبارت در ارتباط با زیست شناسان صحیح است؟ اوه چه کلی. افراد دارای ساختارهای همتا را دارای یک نیای مشترک میدانند، بله ساختارهای هومولوگ یا همتا طبق متن کتابتون زیست شناسان اینها را دارای یک نیای مشترک میدانند، گزینه صحیح هم. همین البته بچه‌ها بحث روی سوال زیاده. مثلا گزینه دو، ساختارهای آنالوگ را به عنوان شواهدی برای تغییر گونه در نظر میگیرند. طرف کرده با ساختارهای آنالوگ اصولا ساختاری هستن که زیست‌شناسا باش کاری ندارن، میگن آقا نه این ربطی به تغییر گونه نداره. در اصل شما ساختارهای آنالوگ رو هم به عنوان زیست‌شناس که خودم هستم به عنوان شواهدی از تغییر گونه ها در نظر میگیریم، درست؟ اما بالاخره طرح بیا با زیست‌شناسا خیلی ارتباط نزدیک نداشته. تغییر آمینو اسیدی حفظ شده پروتئین ها رو فقط در خاص افراد یک گونه میدانن؟ نه نه، مثلا از چی بگم، از آغازیان تا انسان تقریبا میشه گفت توالی های ساخت پروتئین های هیستون تقریبا شبیه همه. هیستون ها اونه پروتئین هایی هستن که در فشردگی کروماتین شرکت میکنن،
پس بنابراین الزاما خاص افرادی یک گونه نیست و اینا معتقدن اندام‌های وستیجی در همه جانداران تکامل یافته دارای نقش بسیار جزئی نه بعضی وقتا نقش خیلی پررنگی هم داره. در همه جانداران تکامل یافته نفهمیدم چی، همه جانداران تکامل یافتن دیگه کلا. از طرف اصلا عبارات زیست شناسی رو خیلی درک نمی‌کرده. بخواد ساده‌تر کنه. خب ان شاءالله که خیرش بده. خب 187 دوستان. کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسبه؟ این از اون سوالای بامزه کنکور 99 بود. در بخش حادی، بچا دقت کنید، مبادله رو نمیگیم ما، داریم بخش حادی رو میگیم. یعنی از بینی تا نایجک، تا ابتدای نایجک مبادله، اونجا که نایجک مبادله دیگه شروع میشه ما میگیم بخش حادی. خب گروهی از یافته های سنگ فرشی به گرم شدن هوای دم کمک میکنن. منظور طراح هم یافته های پوشاننده دیواره موی رگهان، مثلا رگهایی که مثلا در بینی وجود دارن، خب به گرم شدن هوای دم کمک میکنن. خب بله این درست، خب به نظر طراح این درسته، ما هم این درست، پس نامناسب نیست. گروهی از یافته های ترشحی لایه‌ای با ضخامت متفاوت به وجود میارن. بچه‌ها دقت کرده باشین تو شکل کتاب تو فصل 3 یه شکلی داشتیم که دیواره نای رو کشیده بود، بعد یافته‌های استوانه مژگدار رو کشیده بود، بعد این لایه مخاطیشو، یعنی ماده مخاطیشو با ضخامت متفاوت کشیده بود. مایه‌ای خب می‌ریزه، ضخامتش هم متفاوته دیگه طبیعتاً، حالا از این استفاده کرده از این نقطه شکل. پس این درسته. گروهی از یافته‌های پوششی و مویرگی از اشاره پایه مشترکی استفاده می‌کنن. بچه‌ها این مربوط به بخش مبادله‌ایه، یعنی همون حبابک‌ها. پس این نامناسبه، یعنی این مورد سوال ماست. گروهی از یافته‌های غیر پیوندی زوائدی به داخل ترشحات مبتنی مواد ضد میکروبی میفرستن، زوائدی میفرستن، نمیدونم معناش چیه، ولی بله هم موجک ها رو میگه، غیر پیوندی هم همون پوششی های استوانه دیواره بخش حادی دستگاه تنفس رو مد نظر داره. سوال 188، ویژگی مشترک جانورانی که زاده هایشان را با کمک غدد شیری خود تغذیه می کنند. بچه غدد شیری هر جا شنیدید، مو هر جا شنیدید، منظورمون چیه؟ پستانداران. پستانداران چند نوع هن؟ سه نوع هن، به سه دسته تقسیم می شوند. پستانداران چی؟ تخم گذار، مثل پلاتیپوس که اینا جفت ندارن، رحم ندارن. پستانداران کیسه دار، مثل مثلا کانگورو و پاسون، اینا رحم ابتدایی دارن و جفت ندارن. پستانداران جفت دار، مثل ما، مثل گوسفند، گاو، خرس، آهو، بز، الاغ، اسب، اینا جفت دار هستن، یعنی اندامی به نام جفت دارن که در انسان جفت شکل قرصی مانند داره. خب کدوم گزینه درسته در همه اینا؟ اون درسته بچه ها. به این گزینه دو رو نگاه کنیم ساده. فشار خون ریوی کمتر از فشار خون گردش عمومیه. بله بچه ها، فشار خون ششی کمتر از گردش خون عمومیه در پستاندار. گزینه درست اینه. گوارش میکروبی در آنها پس از گوارش آنزیمی صورت میگیره. میکروبی پس از آنزیمی، نه مثلا در گاو اول آنزیمی صورت، در از اول آنزیمی صورت میگیره بعد میکروبی. درست شد؟ مثلا به طور مثال هوا به کمک مکش حاصل از فشار مثبت، نه فشار منفی، اون بحث دوزیستانه که فشار مثبته، و به هنگام بارداری نوعی پرده جنینی از اختلاط خون مادر جنین جلوگیری میکنه. نه بچه‌ها، برای انسان و جفتارا ما اینو خوندیم اصولا، مثلا تخم گذار همچین چیزی رو نداره. پس گزینه دو مربوط به همه پستانداران هست. سوال 189، در ارتباط با تحریک های ایجاد شده در بخش های مختلف قلب انسان چند مورد درسته؟ به طور معمول در انسان زمانی که موج الکتریکی به فلان جا میرسه فلان اتفاق میفته. زمانی که موج الکتریکی، دقت کنید بچه‌ها، موج الکتریکی بحث پی کیو آر اس و تی هست، وقتی موج الکتریکی به تارهای ماهیچه درون دیواره بطن ها میرسه، انقباض دهلیز آغاز شده یا تموم شده؟ تموم شده. پس الف غلطه، ساده. ب، وقتی به لایه عایق بین دهلیز و بطن ها میرسه، اون وسط انقباض بطن ها هنوز شروع نشده که پایان پیدا کنه. به غلط. زمانی که از گره سینوسی دهلیزی از طریق تارهای بین گره ای میرسه به گره دهلیزی بطنی، مرحله انقباض بطن ها آغاز شده، نه از برای انقباض بطن ها آغاز نشده. ولی زمانی که تارهای ماهیچه ای موج الکتریکی میرسه به تارهای ماهیچه دیواره بین بطن ها،
انقباض دهلیزها قبلش پایان پیدا کرده است. پس فقط گزینه دا درسته، گزینه یک میشه. 190. کدام مورد برای تکمیل عبارت از این نامناسبه؟ بچه سوال ساده ایه، کلیه، ساده است. کلنگر باشید بچه. چیزی که فصل یک کتاب دهمتون بهتون میگه، کلنگر باشید. سوال راجع به کل آنزیم هاست، کدوم نامناسبه؟ واقعا چقدر نامناسب داره نمیدونی. نوعی آنزیم میتواند با کمک فرایندی انرژیزا نوعی واکنش انرژی‌ها رو به انجام برسونه. بله، مثلا تولید ATP از ADP و فسفات و یا برعکس، اینا انرژیزا رو با انرژی‌ها چیکار کردن؟ اون انرژی که در انرژیزا ما به دست میاریم صرف واکنش انرژی‌ها میشه. یا آنزیم میتونه این کارو بکنه. پیوندی که در یه مرحله ایجاد کرده در مرحله دیگه بشکنه. کی داره میگه چرا؟ مثلا مثل دی ان ای پلیمراز، درسته؟ فسفودیستر رو ایجاد میکنه، همونم میشکنه. دی ان ای پلیمراز از طریق کاهش انرژی فعالسازی واکنش، از طریق کاهش انرژی فعالسازی واکنش های انجام نشدنی رو ممکن میسازه. نه خیر، آنزیم واکنش های انجام نشدنی رو ممکن نمیسازه. آنزیم واکنش ها رو سرعت انرژی فعالسازیشون رو میاره پایین و سرعت واکنش میره بالا. پس همین گزینه نادرست و گزینه مد نظره. از طریق اتصال با مولکولای دیگه، مثلا مثل کوانزیم، میتونه تمایل خودش رو به پیش ماده تنظیم کنه. 191. ساده. کدام عبارت درباره نوعی اسفنج صادقه؟ اینجا کتاب شما، اینجا طراح هوشمندی به خرج داده، چون اسفنج ها انواع مختلف دارن. نوعی اسفنج که تو کتاب شما نوشته کدوم مورد در مورد صادقه؟ یاخته های سازنده منفذ فقط در مجاورت یاخته های تاجکتار قرار دارن. بچه این فقط با خوندن و فقط با بررسی شکل امکان پذیر جواب به این سوال. یاخته های سازنده منفذ عرضی بودن، هم با سلولای تاجکتار تماس داشتن، هم با سلولای لایه بیرونی. از غلطه. آب را از طریق سوراخ کیسه گوارشی، اسفنج کیسه گوارشی که نداره. یافته های یه مقدار فقط در سطح داخلی بدن اون نوعی اسفنج یافت میشن. بله درست، فقط در سطح داخلی بدن یافت میشن. و چهارم غلطه، آب فقط به کمک یافته های تاجکدار وارد بدن میشه، در صورتی که آب به کمک یافته های سازنده منفذ هم وارد میشه. درسته، این دوتا با هم همکاری میکنن تا آب وارد اون قسمت داخلی بدن اسفنج بشه. گزینه 3. 192. در ارتباط با کمبود ترشح کلوریتریک اسید بدن انسان، آقا HCl کم ترشح میشه. یعنی چی؟ یعنی سلول کناری دارن کمکاری میکنن. سلول کناری دارن کمکاری میکنن، یعنی هم HCl کمی تولید میکنن، هم عامل داخلی معده کمی تولید میکنن. خب میزان هماتوکریت فرد تغییر پیدا میکنه. بله، بچه ها نوشته غیر ممکنه ها. یک ممکنه، چرا؟ چون اگر عامل داخلی کمتر ترشح کنه، جذب ویتامین B12 دچار اختلال میشه، تولید گلبولای قرمز دچار اشکال میشه. ممکنه هضم پروتئین‌های غذایی فرد دستخوش اختلال بشه. بله، وقتی اسید ترشح نشه، دسترسی آنزیم به پروتئین‌های گوشت کم میشه. ممکن هست اختلالی در عملکرد شبکه‌های یاخت‌های عصبی رخ داده باشه. بله ممکنه، ممکنه در شبکه یاخت‌های عصبی اختلال ایجاد شده باشه، ترشح اسید کلوریتریک کم بشه، چون ترشح حاصل عملکرد این شبکه‌های یاخت‌های عصبی که با اعصاب خود مختارن ارتباط دارن از روده تا مخرجشون. و همه ترشحات برون‌ریز در طول لوله گوارش فرد کم میشه؟ نه، شو خبر بده، یه کناری اختلال ایجاد شده توشون دیگه. پس گزینه 4 غیر ممکنه. 193. در بخشی از لوله گوارش گاو که آنزیم های گوارشی جانور ترشح میشن، کی داره میگه؟ داره شیردان رو میگه. آیا در شیردان مواد غذایی تا حدود زیادی آبگیری میشن؟ نه، این هزار لاست بچه ها. در بخش لوله گوارش اصل محل اتصال روده بزرگ، روده کوچیک، روده کور. خب تو روده کور سلولاز وارد عمل میشه؟ بله، ولی سلولاز جانور نه، سلولاز میکروب ها.
در بخش لوله گوارش پرنده که فرآیند آسیاب کردن غذا انجام میشه، یعنی سنگدان، آنزیم های گوارشی جانور ترشح میشه؟ نه، آنزیم در سنگدان ترشح نمیشه. و در بخش لوله گوارش ملخ که غذا نرم و ذخیره میشه، یعنی چینه‌دان، مواد غذایی تا حدی گوارش پیدا کردن، بله در دهان یا حتی از بیرون دهان تا حدی گوارش پیدا کردن با اثر آمیلاز بزاق. پس گزینه سری گزینه 4 هست. خب دوستان که ببینیم سراغ سوال 194، چند مورد در ارتباط با انسان صحیح هست؟ در ارتباط به انسان من گفتم مرد، زن، بالغ، جنین، نابالغ، انسان. در نوع بیماری کلیوی میزان فشار اسموزی خون کاهش و بخشی از بدن متورم میشه. بچه ها در نوع بیماری کلیوی فرض کنید یه بیماری کلیوی باشه، مثلا چجوری میتونه میزان فشار اسموزی خون کاهش پیدا کنه؟ یعنی غلظت خون وقتی میزان فشار اسموزی میخواد کم بشه، یعنی غلظت خون کم بشه دیگه، درسته؟ هر چی غلظت بالاتر بره فشار اسموزی میره بالا. پس در نتیجه اگه غلظت خون بخواد کم بشه، یعنی آب بیشتری بیاد داخل خون، درست شد؟ یعنی مثلا یه جوری اختلال ایجاد بشه توی بیماری نوعی بیماری کلیوی، یعنی که بازجذب آب زیاد بشه، درست شد؟ یا مثلا بخشی از بدن متورم بشه، مثلا نشت مواد از مویرگ ها زیاد بشه، بخشی از بدن متورم بشه. پس الف میتونه درست باشه. در نوع بیماری مربوط به کمکاری کبد میزان اوره خون بیاد پایین. بچه‌ها کبد چیکار می‌کرد؟ آمونیاک سمی بود و به اضافه CO2 می‌کرد اوره میساخت. اوره خب سمیتش خیلی کمتره، دفع میشه. وقتی کمکاری کنه کبد، اوره میاد پایین، میزان آمونیاک میره بالا. بله. در نوع بیماری مفصلی میزان رسوب ماده دفع نیتروژن داد در مجاورت نوعی بافت پیوندی افزایش پیدا می‌کنه. در مفاصل، درسته؟ مثلا جایی که کپسول مفصلی هست. در مفاصل بچه‌ها زمانی که اوریک اسید، نوع بیماری مفصلی، زمانی که اوریک اسید رسوب پیدا کنه این اتفاق میفته. پس جین درسته. در نوع بیماری مربوط به کمکاری غده فوق کلیه مقدار زیادی از آب نوشیده شده دفع بشه. غده فوق کلیه چی ترشح میکنه؟ کورتیزول، آلدوسترون و حالا هورمون‌های جنسی که شما اسمشو نمی‌دونید. خب فکر کنید آلدوسترون کم ترشح بشه، بازجذب آب کم میشه، آب بیشتری از طریق ادرار دفع میشه، مقدار زیادی از آب نوشیده شده دفع میشه. پس هر 4 مورد جواب ما هست. 195. در انسان بخش دستگاه عصبی مرکزی، بچه دستگاه عصبی مرکزی مغز و نخاعه دیگه، مغز به اضافه این نخاع، حالا کدومو داره میگه؟ میگه که منشأ اعصابی است که پیام های سریع و غیر ارادی انعکاس را به دست ها ارسال میکنه. منظورش نخاعه بچه. آیا نخاع مدت زمان دم رو تعیین میکنه؟ نه خیر، اون پل مغزیه که مدت زمان دم رو تعیین میکنه. در بالای مرکز تنظیم دمای بدن و گرسنگی و خواب قرار داره، یعنی نخاع بالای هیپوتالاموسه؟ نه خیر، پایین هیپوتالاموسه. در نزدیکی بخش مربوط به تنظیم فشار خون و ضربان قلب، نزدیکی وسط و نخاع، بله چسبیده به وسط و نخاع. از گزینه صحیح گزینه 3 هست. 4 چی؟ فعالیت ماهیچه و حرکات بدن رو با کمک مغز و نخاع، خودش با کمک خودش، گزینه غلطی، نمیدونم حالا چرا این گزینه رو طراح آورده، ولی حالا به هر حال گزینه باحذیه. گزینه 3 جواب 195. 196. به طور معمول کدام مورد در مورد هر یاخته یک گل دو جنسی که توانایی انجام لقاح داره؟ بچه هر سلول یک گل دو جنسی که توانایی انجام لقاح داره کیو داره میگه؟ اسپرم ها، دو هسته ای و تخمزا، نمشون میتونن لقاح کنن دیگه. خب کدوم مورد نادرسته راجب همشون؟ همشون فاقد بخش حرکتی هستند؟ بله درسته. پس گزینه مورد نظر ماست. همشون در بخش متورم مادگی یافت میشن، یعنی در تخمنا یافت میشن؟ بله. همشون تنها یه مجموعه فامتن دارن؟ نه خیلی، دو هسته ای چی؟ دو هسته ای که دو مجموعه فامتن داره، پس این نادرسته. همشون حاصل میتوز یه سلول هاپلویدن؟ بله. مثلا یافته خورش که میوز میکنه 4 تا درست میشه، 3 تاش از بین میره، یه دونه هاپلوید میمونه که میتوز میکنه، کیسه رویانین رو میسازه. گرده های نارس هم حاصل یه میوزی هستن که بعد میتوز میدن، میشن دانه گرده رسیده، بعد رویشی رشد میکنه، زایشی میشه، دوتا اسپرما میتوز.
پس همشون حاصل میتوز یاخته ای تکلاد یا هاپلویدن. چهار هم درسته، گزینه ما نیست. 197 کدومش در مورد بخش مورد نظر صحیحه؟ بچه بخش مورد نظر کپسول مفصلیه دیگه، درسته؟ کپسول مفصلی، پیوندی رشته‌ای. برخلاف بخشی که استخوان رو به هم متصل می‌کنه، انعطاف پذیری کمی داره. پیوندی رشته‌ای کنن انعطاف پذیری کمتری دارن، البته برخلاف نه همانند. همانند بخشی که هر دسته تار ماهیچه‌ای را احاطه می‌نماید، ماده زمینه‌ای کمی داره. بله بچه‌ها، اون بخشی که هر دسته تار ماهیچه را احاطه می‌کنه، پیوندی رشته‌ای، اونم ماده زمینه‌ای کمی داره، اینم کم. همانند بخشی که یاخت‌های پوششی روده باریک و پشتیبانی می‌کنه، دارای یاخت‌های زیادیه، دارای یاخت‌های کمیه بچه‌ها. اینا که رشته‌ای خیلی یاخت‌های کم دارن. برخلاف بخشی که یاخت‌های پوششی معده رو به یکدیگر متصل نگه می‌داره، یعنی مثلا قشای پایه، واجد رشته‌های گلیکوپروتئینیه، قشای پایه خودش رشته‌های گلیکوپروتئین داره. پس برخلاف غلطه. سوال ساده بود. 197 گزینه 2. 198 چند مورد در ارتباط با انسان صحیحه؟ خیلی علاقه من به انسان بوده این طراح کلن، طراح ها شایدم انسان. به دنبال تحلیل لایه مخاطی معده فرد به نوعی کمخونی مبتلا میشه. بچه ها ممکنه این صحیح باشه؟ بله، به دنبال تحلیل لایه مخاطی معده چه اتفاقی میفته بچه ها؟ میتونه فاکتور داخلی معده کم ترشح بشه، به دروازه کم ترشح بشه، گلوبول قرمز تولید نشه و به نوعی کمخونی مبتلا بشه فرد. پس میتونه درست باشه. به دنبال تنش‌های مداوم و طولانی مدت ترشح کورتیزول، گلوکوز خون رو افزایش پیدا میکنه. بله، به دنبال انسداد مجاری صفراوی هضم چربی ها در روند انعقاد خون اختلال ایجاد میشه. بچه‌ها ویتامین‌های محلول در چربی یادتون باشه، A D E K. شما راجع به این مطلب نخوندید. راجع به A برای بینایی، D مربوط به کلسیم و K برای لخته خون، برای لخته شدن انعقاد خون. خب وقتی انسداد مجاری صفراوی داشته باشیم، صفرا ترشح نشه، در هضم چربی ها اختلال ایجاد میشه، ویتامین K جذب نمیشه، که البته حالا این مورد نمیداری باید روش بحث انجام بشه و اختلال، ولی برای اختلال جا میشه. پس درسته دار. به دنبال هر اختلال در بخش‌های درون‌ریز لوزالمعده، بخش درون‌ریز لوزالمعده دو تا هورمون ترشح می‌کرد بچه‌ها، انسولین به اضافه گلوکاگون. پس در میزان گلوکوز خونا اختلال ایجاد میشه کلن. وقتی گلوکوز بچه‌ها کم و زیاد بشه چه اتفاقی میفته؟ پمپ سدیم پتاسیم در روند کارش اختلال ایجاد میشه. اینجوری میتونیم تحلیل کنیم. پمپ سدیم پتاسیم چیکار میکرد؟ سه تا سدیم ها رو میداد بیرون، بیرون از سلول، دو تا پتاسیم میداد داخل. خب اگه نتونه کار انجام بده، سدیم های داخل چی میشن؟ زیاد میشن. در صورتی که نوشته تراکم سدیم در یاخت‌های عصبی کاهش پیدا میکنه، در صورتی این باید باشه افزایش. پس این گزینه اشتباهی هست. کلا 3 گزینه میتونه در مورد انسان صحیح باشه. 199 کدام عبارت در ارتباط با بدن انسان نادرسته؟ بچه‌ها این تست به شما میگه که مثل سالهای گذشته و سالهای آینده حتما حواستون باشه که حتما از آناتومی اندام‌ها، یعنی محل اندام‌ها در بدن انسان سوال میاد. چون سوال جالبی هم هست. نمیشه کدوم نادرسته. فاصله کلیه راست تا مثانه بیشتر از کلیه چپ تا مثانه است. آقا کلیه اینجا، مثانه پایین. کلیه راست فاصلهش بیشتره، یعنی کلیه راست چیه؟ بالاتره. در صورتی که ما میدونیم کلیه راست پایینتره. پس گزینه غلط، یعنی گزینه صحیح به لحاظ طراح همینه، درسته. تعداد لوبهای شش راست بیشتر از لوبهای شش چپه. بله این درسته. به هنگام دم نیمه چپ دیافراگم پایین‌تر از نیمه راستش قرار می‌گیره. بله نیمه راست دیافراگم به خاطر وجود کبد بالاتر قرار می‌گیره. همین کبد هم است که کلیه راست رو پایین‌تر قرار میده. قطر رگ لنفی نیمه راست که بسیار رگ زیر ترقوی می‌پیوندد کمتر از قطر رگ مشابه در نیمه چپه. بله بچه ها، قطر رگ نیمه چپ خیلی بیشتر از قطر رگ نیمه راست در سیستم لنفی بدن. پس نادرست گزینه 1 است. 200
در ارتباط با وسیع ترین بخش ساقه اصلی یک درخت 10 ساله. بچه کیو داره میگه وسیع ترین بخش؟ آوند چوبی، چوب. خب کدوم صحیحه؟ دو نوع سرلاد پسین داره؟ نه چوب که سرلاد پسینه، فقط کامیومه چوب پنبه است، کامیوم آوندساز از اونم بین پسین آبکش پسین و چوب پسین. فاقد یاخته هایی با دیواره چوب پنبه یه بله بچه ها، آوند چوبی که چوب پنبه نداره، درسته. در هدایت شیره خان فاقد نقش اصلیه، نه اتفاقا دارای نقش اصلیه، آوند چوبی نقش اصلیه در هدایت شیره خان داره و یاخته های پارانشیم و عدسک های فراوان داره، خیلی مربوط به آوند چوبی نیست بچه ها. سال 201 در ارتباط بهنگ ببخشید، به هنگام تجزیه یک مولکول گلوکوز توی اولین مرحله تنفس در یافته ماهیچه یه انسان، بچه اولین مرحله تنفس چیه؟ گلیکولیز یا قندکاف. دوستان گرامی، توصیه من به شما، گلیکولیز مهمترین فرایند فصل 5 کتاب 12 همتونه، یعنی اینو باید سر تا پاشو بالا تا پایینو حفظ باشین. تو کلاس آنلاین من براتون کامل شرح دادم اینو، یعنی گلیکولیز رو از اول وسط آخر بالا پایین تمامش کردیم دیگه، واسه همین اینو بعد دیگه با جون و دل بلد باشید. اگه میبینید که مشکل دارید، چیزی که تو ذهنتون باشه، اول جلسه زحمت بکشید گلیکولیز رو با جزئیاتش، حالا یه مقداری خلاصه گوشه برگتون برگ سوالتون فرایندش رو بنویسید، موقع حفظین دیگه میتونید بنویسید، بعد موقع سوال به اون فرایند مراجعه کنید. میگه منظور تولید هر ترکیب غیر قندی سه کربنی دو فسفات. آقا ترکیب غیر قندی سه کربنی دو فسفات چی داریم ما؟ اسید سه کربنی. درسته غیر قندی دیگه نوشته. اسید سه کربنی دو فسفات. خب بچه‌ها ما در گلیکولیز کلا دو تا اسید سه کربنی دو فسفات تولید می‌کنیم. نوشته به منظور تولید هر کدوم از اینا، یعنی یه دونه. هر چی پیدا کردی بعد نصف کنی. درسته، از اول از گلوکوز تا اینجا، یعنی تا تولید اسید سه کربنی دو فسفات، کدوم مورد تولید میشه کدوم مورد مصرف میشه؟ بچا از گلوکوز تا اسید سه کربنی دو فسفات ما دو تا ATP مصرف میکنیم، پس دو تا ADP تولید میکنیم به ازای هر کدوم اسیدا، دو اسید میشه 4 تا ATP مصرف، 4 تا ADP تولید. چی مصرف میکنیم اون وقت؟ میخوایم به NAD مثبت الکترون بدیم بشه NADH دیگه، درسته؟ منتها دو تا NADH تولید میکنیم به ازای دو تا اسید، حالا به ازای هر اسید یه دونه NADH تولید، پس بنابراین یه دونه NAD مثبت چیکار میکنیم؟ مصرف میکنیم. گزینه یک جواب صحیح ماست، بقیه هم تو مشخصا اشتباه هستن. سوال 202 در ارتباط با هر مولکول حامل اطلاعات وراثتی در یوکاریوت ها. بچه اینجا طراح فرض کرده که مد نظر قرار گرفته RNA و DNA رو گویا، یعنی گفته آقا هم RNA هم حامل اطلاعات وراثتی است، در صورتی که RNA که به ارث نمیرسه، اصولا آن چیز که به ارث میرسه DNA هست بچه ها، به صورت کروموزوم. بنابراین اون مولکول حامل اطلاعات وراثتی DNA اصولا، ولی حالا ما اینجا RNA هم در نظر میگیریم. اما دقت داشته باشیم بچه ها، مولکول های اطلاعاتی کلن RNA و DNA هستن، ولی مولکول وراثتی به لحاظ علمی چیه؟ فقط DNA. خب کدوم مورد در مورد تمام اون RNA ها DNA های یوکاریوت ها صحیحه؟ هر رشته ای هم دو سر متفاوت داره، در یوکاریوت ها ما دی ان ای هر قوی هم داریم، پس دو سر متفاوت نداره همشون، یک غلط. دو، همانندسازی ها در دو جهت انجام میشه. حالا این نکته بچه ها، یه نکته ای هست، اگه طراح آر ان ای رو در نظر گرفته باشه که اصلا همانندسازی نداره پس غلطه، اگه احیانا مثلا تو ذهنش این بوده باشه که به طور مثال دی ان ای مثلا میتوکندری در نظر گرفته باشه، DNA میتوکندری مثلا ممکنه توش هم ممکنه به لحاظ کتاب توش همانندسازی تک جهتی هم اتفاق بیفته، بنابراین دو جهتی اینجا مد نظر قرار نمیگیره، من حدس میزنم. واحد های سه بخشی هم توسط نوعی پیوند به هم متصل میشن. واحد های سه بخشی چی داره میگه؟ داره نوکلئوتید ها رو میگه بچه ها، نوکلئوتید و توسط نوعی پیوند فسفو دیستر میتونه باشه، میتونه حالا واحد های سه بخشی ها میتونه روبرو هیدروژنی هم باشه، نوعی پیوند نوشته دیگه، میتونه هیدروژنی هم
باشه مثلا. خب بعد این گزینه میتونه گزینه درستی باشه در همشون. ممکن بعد تعداد جایگاه همان انسازی که راجع به آرنی درست نیست و بس به مراد روشنه و ممکنه مثلا برای دی ان ای میتوکنجی هم خیلی درست نباشه، چون مثلا یک جایگاه آغاز همان انسازی داشته باشه دی ان ای میتوکنجی، چون دی ان ای میتوکنجی شبیه دی ان ای باکتری ها یا هم پروکاریوت ها هست. پس گزینه صحیح گزینه 3 هست، 4 هم غلط. 203 چند مورد درباره همه موادی صحیحه که توسط یافته های دستگاه ایمنی و در پاسخ به عوامل خارجی موجود در بافت‌ها به خونه وارد می‌شوند. بچه‌ها اینجا منظورش خیلی مواده، مثل مثلا پاتن، مثل هیستامین، میتونه حتی مثلا اینترفرون، مثلا توسط یافته‌های دستگاه ایمنی میتونه مثلا اینترفرون نوع مثلا یک هم مد نظرش باشه. دقت کنید بچه‌ها در مورد همه‌شون، آیا همه‌شون توانایی اتصال به قشای یافته بیگانه رو دارن؟ نه، پاتن فقط این توانایی رو دارن. آیا همه‌شون به عنوان گیرنده‌های دفاع اختصاصی عمل می‌کنن؟ نه الزاماً. آیا همه‌شون این برای پاتن هاست؟ آیا همه‌شون به کمک ساختارهای حلقه مانند باعث مرگ یافته میشن؟ نه بچه‌ها، هیچ کدوم از اونایی که بالا نام بردیم ساختار حلقه مانند ندارن. البته پروتئین‌های مکمل ایجاد می‌کنه که شما نخوندید تو کتابتون که پروتئین مکمل توسط یافته‌های ایمنی ایجاد میشن یا نمیشن، و اینکه پروتئین مکمل به صورت غیر فعال در خونه وجود دارن، صرفا فعال میشن. پس گزینه دال هم غلطه، اما جیم درسته. بر فعالیت مولکول‌های مؤثرن که در تب بالا بسیار تغییر میدن، در تب بسیار بالا تغییر ساختار میدن. کدوم مولکول ها رو میگه؟ پروتئین ها رو میگه. تمام اینا بچا بر فعالیت پروتئین ها در اصل مؤثرن که بعداً میتونن که بدن رو ایمن بکنن. سوال 203 پس میشه یک گزینه، گزینه جیم صحیحه برای همشون. 204 کدام عبارت درباره ساختار پروتئین قرمز رنگ موجود در تار ماهیچه‌ای کند؟ بچه ها کدومو داره میگه؟ میوگلوبین. پروژه میوگلوبین کدوم صحیحه؟ بخشی که داره اتم آهن مرکزی جزئی از زنجیره پلی‌پپتیدیشه؟ نه، بخش همه که کاری بره اون یه بخشیه که آهن مرکزی واسه چون ربطی به خود اون زنجیره نداره. جزئی از زنجیره نیست در اصل. پس این گزینه اشتباهه. زنجیره های تا خورده آن میوگلوبین فقط یک زنجیره داره. اینم غلط. همه آمینو اسیدهای موجود در ساختار دومش از طریق پیوند هیدروژنی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنن. خیر، همشون نه، بعضیشون. در یک زنجیره گروه CO یک آمینو اسید به گروه NH آمینو اسید NH آمینو اسید غیر مجاورش نزدیک و پیوند برقرار میکنه. بله، این گزینه 4 گزینه صحیحی هست در مورد میوگلوبین. و اما سوال آخر 205 سال 99 بخشی از بدن یک فرد بالغ که توسط مویرک های ناپیوسته خون رسانی میشه و شما چی تو ذهنتون میاد؟ مثلا کبد، مثلا مغز و استخوان. و تعدادی از یافته‌های آن می‌توانند به رگ‌های خونی تمایز یابند. اینجا چیه؟ اینجا منظور مغز استخوانه. میگیم کدوم مورد راجبش صحیح نیست، یعنی تو کدوم مورد نقشی نداره. بچه ها انتقال مواد و تنظیم پی‌اچ خون، بچه ها مغز استخوان خون تولید میکنه دیگه، سلول‌های خونی رو تولید میکنه، مثلا گلبولین قرمز رو تولید میکنه، مثلا هموگلوبین تولید میکنه. پس هم در انتقال مواد نقش داره، هم در تنظیم پی‌اچ خون. در فاگوسیت شدن همه انگل های فعال، بچه اولا که انگل ها اصولا طبق گفته کتاب تو فاگوسیت نمیشن. البته حالا به نحوی انگل های فعال اگه اینجور در نظر بگیریم که ائوزینوفیل ها مواد زیادی ترشح میکنن روشون، اینا رو قطعه قطعه میکنن، بعدا ممکنه توسط ماکروفاژ فاگوسیت بشن، کاری نداریم. ولی انگل های فعال به روش سیستم ائوزینوفیلی از بین میرون، بنابراین تو این گزینه نقشی ندارد به نظر میرسه. منظور طراح این بوده، پس میشه گزینه 2. خب در بروز نوع اختلال دستگاه ایمنی نقش نداره. چرا بچه ها؟ اگه مغز قرمز و استخوان سلول ایمنی تولید میکنه دیگه، ایمنی تولید نکنه، در بروز نوع اختلال ایمنی نقش پیدا میکنن. و در ترشح عامل تنظیم کننده تولید گوچه های قرمز، بچه عامل تنظیم کننده
تولید گوشه‌های قرمز اریتروپویتینه. اگه این کم خون یعنی کم سلولای خونی تولید کنه، میزان اریتروپویتین میره بالا که جبران کنه کمبود تولید اریتروپویتین، کمبود تولید گلبول‌های قرمز رو. بنابراین در این مورد هم نقش داره. این هم از سوال 205 و آخرین سوال کنکور 99. خسته نباشید دوستان، خدا قوت، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و دونه دونه بچه ها این سوال ها رو چک بکنید تا انشالله بتونید در کنکورهای آتی موفقیت های خیلی زیادی رو کسب کنید. خدا نگهدارتون.